سلام به نرمافزار آموزشی ادوبی آدیشن خوش آمدید ما در این دوره آموزشی سعی می کنیم تا به شما نحوه استفاده از امکانات این نرمافزار قدرتمند را آموزش دهیم همانطور که میدانید نرم افزار آدیشن یک نرمافزار قدرتمند و حرفه‌ای برای کار بر روی صدا می باشد. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به ضبط، ویرایش و میکس فایل های صوتی بپردازید. همچنین به دلیل امکان کار همزمان در دو نرم افزار آدیشن و ادوبی پریمیر پرو شما می توانید فایل صدایی که بر روی یک فایل ویدیویی قرار دارد را نیز ویرایش کنید. علاوه بر این وجود افکت های متعدد و حرفه‌ای به شما این امکان را می دهد تا تغییرات مورد نیاز خود را بر روی فایل های صوتی به راحتی انجام دهید. بنابراین اگر شما هم قصد دارید تا به مجموعه بزرگ کاربران حرفه‌ای این نرمافزار قدرتمند بپیوندید کافی است تا در این دوره آموزشی همراه ما باشید. سناریوی این محصول حاصل ساعتها مطالعه، پژوهش و تبادل نظر با اساتید فن بوده و به همین خاطر ما اطمینان داریم که حتی در مباحث ویرایش مقدماتی این آموزش نکات فراوانی وجود دارد که بسیاری از کاربران حرفه‌ای آدیشن تا کنون با آنها مواجه نشدند. فصل بندی و دست بندی مباحث این آموزش نیز به صورتی کاملا اختصاصی و تخصصی بوده و سعی شده است تا کاربر به تدریج با اصول و مبانی کار با نرم افزار آدیشن آشنا شده در این حال نکات ریز همان قسمت را به صورت همزمان فرا بگیرد. پس از آموزش هر دوره نیز می توانید آموخته های خود را با استفاده از آزمون های عملی امتحان کنید. در پایان از شما خواهش مندیم تا ما را با نظرات و انتقادات سازنده خود یاری کنید. و اینک آموزش آدیشن تقدیم به شما. ما در این درس قصد داریم به بررسی محیط کاری نرم افزار بپردازیم. در بالاترین قسمت محیط کاری نوار منو را مشاهده می کنید که تمام دستورات در این منوها دسته بندی شده اند. با این وجود بیشتر گزینه های موجود در منوها در محیط کاری نیز قابل دسترسی هستند. در پایین نوار منو دو نمای مختلف نرم یعنی ویو فرم و مالتی ترک قرار دارند که متناسب با نوع کار خود می توانید از یکی از این نماها استفاده کنید. ما در حال حاضر در نمای مالتی ترک قرار داریم. با کلیک بر روی هر نما می توانید بین آنها سویچ کنید. در درس های بعدی با این نماها آشنا خواهید شد. در این میان ذکر این نکته الزامی است که آدیشن از پانل های مختلفی تشکیل شده است. در این حالت با کلیک بر روی سربرگ هر کدام از پانل های برنامه یک کادر آبی رنگ در اطراف آن نمایش داده شده و مشخص می کند که پانل فعال است. این پانل ها در گروه های مختلفی دستبندی شدهاند. به این گروه ها در اصطلاح فریم گفته می شود. در هر فریم به صورت پیشفرز یکی از پانل ها نمایش داده شده. با این وجود شما با کلیک بر روی سربرگ هر پانل می توانید به محتویات آن دسترسی پیدا کنید. در نتیجه در حالت پیشفرز شما نمی توانید به صورت همزمان محتویات دو پانل از یک فریم را مشاهده کنید. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که شما می توانید با کلیک و درگ عنوان پانل ها ترتیب قرارگیری آنها را در یک فریم تغییر دهید. همچنین در صورتی که برخی از سربرک های برنامه به صورت پیش فرض مخفی باشند، شما با استفاده از اسکرول بار افقی موجود در بالای هر فریم می توانید به سایر سربرک های برنامه نیز دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، در سمت چپ محیط کاری، پانل فایلز را مشاهده می کنید. تمام فایل هایی که به نرم افزار وارد می کنیم در این قسمت فهرست می شوند. با این وجود ممکن است شما تمام این فایل ها را مورد استفاده قرار ندهید. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که لینکی از فایل های موجود در پانل فایلز به نسخه اصلی یا اسد ها در هارد درایو شما ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که یک فایل را از CD اینپورت کرده باشید می بایست پس از اعمال تغییرات یک کپی از آن را بر روی هارد خود ذخیره کنید چرا که تغییرات بر روی سی قابل ذخیره نخواهند بود در طی این دوره آموزشی به تدریج با پانل های مختلف و کاربرد آنها آشنا خواهید شد خب در پایین پانل فایلز پانل میدیا بروزر قرار دارد. با استفاده از این پانل می توان محتویات هارد دیسک را مورد بررسی قرار داد. در سمت راست محیط کاری نیز پانل ادیتر قرار دارد. خب این پانل در حال حاضر نمای مالتی ترک را نمایش میدهد. در واقع همانطور که مشاهده می کنید چندین ترک صوتی در این پانل دیده می شوند و نمای مالتی ترک برای میکس ترک ها کاربرد دارد. در قسمت بالای این پانل نوار زمان قرار دارد که با پخش صدا از سمت چپ به راست حرکت خواهد کرد. بر روی نمای ویو فرم کلیک کنید. از این نما زمانی استفاده می شود که تنها قصد کار کردن بر روی یک ترک صوتی را دارید. در واقع در این حالت تنها فایل صوتی انتخابی در پانل فایلز نمایش داده می شود. بنابراین شما می توانید با دابل کلیک بر روی هر فایل آن را در این نما مشاهده کنید. نکته که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با وارد شدن به هر نما به دکمه های مختلفی دسترسی خواهید داشت. خب، در پایین ادیتر به دکمه های جهت کنترل و پیمایش ترک ها دسترسی خواهید داشت. به عنوان مثال، با کلیک بر روی پلی می توانید آن را اجرا کنید. با کلیک بر روی استاپ نیز اجرا متوقف خواهد شد. در پایین پانل ادیتر نیز به دو پانل لولز و سلکشن اور ویو دسترسی دارید که در درسهای بعدی با آنها آشنا خواهید شد. در پایان ذکر این نکته الزامی است که ما در این دوره آموزشی از فایل های صوتی متفاوتی استفاده کرده ایم. تمام این فایل ها در پوشه سامپل موجود در دیویدی قابل دسترسی بوده و می توانید برای هماهنگی با مطالب آموزشی این مجموعه آنها را مورد استفاده قرار دهید. پس از آشنایی کلی با محیط نرمافزار در این درس قصد داریم به بررسی نحوه سفارشی کردن محیط کاری بپردازیم همانطور که گفته شد محیط کاری از پانلها و فریمهای مختلفی تشکیل شده است با این وجود شما می توانید در صورت نیاز ابعاد این پانل ها را تغییر داده و یا نحوه قرارگیری آنها را مطابق با نیاز خود تغییر دهید. برای تغییر ابعاد یک پانل ابتدا می بایست نشانگر موس را در میان پانل ها قرار دهید تا نشانگر موس تغییر شکل دهد. حال به سادگی کافی است با کلیک و درگ موس ابعاد پانل انتخابی را تغییر دهید. همچنین برای تغییر مکان یک پانل نیز کافی است بر روی عنوان پانل کلیک کرده و با پایین نگه داشتن کلید چپ و درگ موس پانل انتخابی را به مکان مورد نظر خود انتقال دهید. با این کار پنجره های بنفش رنگی نمایان شده و محل قرارگیری پانل را مشخص می کند. خب حال فرض کنید که قصد داریم یکی از پانل ها را ببندیم. برای این کار کافی است بر روی آیکون موجود در سمت راست نام پانل کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه کلوز پانل را برگزینید. در این حالت برای باز کردن هر کدام از این پانل ها ابتدا می بایست به منوی ویندو بروید. حال از قسمت دوم منوی باز شده می توانید یکی از پانل ها را انتخاب کنید تا در سطح نرمافزار نمایش داده شود. البته به طور پیشفرز در کنار نام پانل هایی که در سطح نرمافزار آدیشن قرار گرفتند یک چک مارک وجود دارد. با این وجود شما با کلیک بر روی سایر گزینه های این قسمت می توانید محتویات پانل انتخابی را نمایش دهید. خب همانطور که در درس گذشته نیز گفته شد کلیه پانل ها در گروه های مختلفی دستبندی شده که به این گروه ها فریم گفته می شود. در نتیجه در حالت پیش شما نمی توانید به صورت همزمان محتویات دو پانل از یک فریم را مشاهده کنید. با این وجود در صورتی که نیاز دارید تا از دو پانل یک فریم به صورت همزمان استفاده کنید می بایست یکی از پانل ها را به حالت شناور تبدیل نمایید. بدین منظور ابتدا می بایست بر روی آیکون موجود در سمت راست نام پانل کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه آنداک پانل را برگزینید. با این کار سربرگ انتخابی به صورت یک کادر محاوره ای در سطح برنامه قرار می گیرد. علاوه بر این شما می توانستید با پایین نگه داشتن کلید کنترل بر روی نام پانل کلیک کرده و آن را به خارج از فریم درک کنید. با این روش نیز پانل به صورت شناور در محیط کاری قرار می گیرد. خب این بار در حالی که کلید کنترل را پایین نگه داشته ایم بر روی نام پانل شناور کلیک کرده و آن را درگ می کنید. در این حالت با رها کردن کلید کنترل مشاهده می کنید که مجددا کادرهای بنفش رنگ نمایان شده و می توانید پانل شناور را به محل قبلی آن بازگردانده و یا در محل دیگری قرار دهید. در درس بعدی به بررسی فضاهای کاری خواهیم پرداخت. در درس های گذشته با روش های مختلفی برای ویرایش مکان و اندازه پنل های نرم افزار آشنا شدید. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی فضاهای کاری یا ورک اسپیس های پیش فرض بپردازیم. در نمای کلی کلیه ی تنظیمات مربوط به محل قرارگیری و ابعاد پانل های آدیشن در معلفه با نام ورک اسپیس ذخیره می شود. در نتیجه، هنگامی که شما نرم آدیشن را باز می کنید، ورک اسپیس پیش برنامه یعنی دیفالت محل قرارگیری پانل و ابعاد آنها را تنظیم و کنترل می کند. با این وجود در نرم افزار آدیشن چندین ورک اسپیس پیش فرض دیگر نیز وجود دارد که مکان و ابعاد پانل ها را برای مقاصد مختلف تغییر می دهد. برای بررسی این موضوع به منوی ویندو بروید. سپس نشانگر موس را بر روی گزینه ورک اسپیس قرار می دهیم تا زیر منوهای آن نمایش داده شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در قسمت نخست منوی باز شده، گزینه دیفالت به صورت پیش فرض فعال بوده. در نتیجه، پانل های برنامه با استفاده از این ورک اسپیس ترخبندی شده اند. با این وجود شما با انتخاب یکی دیگر از گزینه های نخستین قسمت منوی باز شده می توانید ورک اسپیس پیش برنامه را تغییر دهید. در نتیجه نوع، مکان قرارگیری و ابعاد پانل های نرم افزار توسط تنظیمات ورک اسپیس انتخابی تغییر می آبد. البته ما در ادامه مطالب این دوره آموزشی نحوه استفاده از امکانات نرم افزار آدیشن را با استفاده از ورک اسپیس دیفالت به شما آموزش خواهیم داد. بنابراین بهتر است تا بار دیگر به منوی ویندو و زیر منوی ورک اسپیس رفته و این بار گزینه دیفالت را برگزینید. با این کار کلیه پانل ها با استفاده از تنظیمات ورک اسپیس دیفالت نمایش داده می شوند. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که پس از انجام تغییرات بر روی ابعاد، نوع و یا مکان قرارگیری پانل های یک ورک اسپیس شما می توانید کلیه ی تنظیمات ورک اسپیس انتخابی را به حالت پیشفرز آن بازگردانید. بدین منظور ابتدا می بایست به منوی ویندو و زیر منوی ورک اسپیس رفته و گزینه ریست دیفالت را برگزینید. حال در کادر باز شده روی دکمه ی یس yes کلیک کنید. با این کار کلیه تنظیمات ورک اسپیس انتخابی به حالت پیشفرز آن باز می گردد. در پایان ذکر این نکته الزامی است که شما می توانید میزان تاریکی و روشنی محیط کار آدیشن را تغییر دهید. بدین منظور به منوی ادیت رفته و از زیر منوی پرفرنسیز گزینه اپیرنس را برگزینید. اکنون می توانید با کلیک و درگ لغزنده برایتنس میزان روشنایی را به دلخواه خود تنظیم نمایید. همانطور که مشاهده می کنید تغییرات بلا فاصله بر روی محیط کاری اعمال می شوند. حال بر روی اوکی کلیک می کنیم تا این کادر بسته شود. ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه ایجاد یک محیط کاری سفارشی و جدید بپردازیم. در واقع شما می توانید یک ورک اسپیس جدید ایجاد کرده و پس از تغییر در مکان، نوع یا ابعاد پانل های نرم آدیشن کلیه تغییرات را در این ورک اسپیس ذخیره نمایید. برای این کار ابتدا می بایست به منوی ویندو و زیر منوی ورک اسپیس رفته و گزینه نیو ورک اسپیس را برگزینید. حال در کادر باز شده می بایست نامی را برای ورک اسپیس درج کنید. برای مثال ما عبارت پرند را به عنوان نام ورک اسپیس در کادر نیم وارد می کنید. حال روی دکمه اوکی کلیک کنید. اکنون می توانید تغییرات دلخواه را بر روی پانل های نرم ایجاد نمایید. با این کار یک ورک اسپیس جدید با نام پرند ایجاد شده و نام آن در زیر منوی ورک اسپیس نمایش داده می شود. در نتیجه در هر زمانی که شما به این ورک اسپیس نیاز داشتید می توانید به منوی ویندو و زیر منوی ورک اسپیس رفته و آن را انتخاب نمایید. علاوه بر ایجاد یک ورک اسپیس جدید شما می توانید ورک اسپیس مورد نظر خود را نیز از زیر منوی ورک اسپیس حذف کنید. اما پیش از آن می بایست مطمئن شوید که ورک اسپیس انتخابی در منوی ورک اسپیس به صورت فعال قرار نداشته باشد برای مثال ما در اینجا قصد داریم تا ورک اسپیس پرند را حذف کنیم برای این کار ابتدا می بایست یکی دیگر از ورک اسپیس های پیش فرض برنامه را انتخاب کنید تا ورک اسپیس پرند غیر فعال شود سپس از منوی ویندو و زیر منوی ورک اسپیس گزینه دیلیت ورک اسپیس را برگزینید. حال برای انتخاب یک ورک اسپیس منوی نیم را باز کنید. اکنون می توانید ورک اسپیس مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای مثال ما در اینجا ورک اسپیس پرند را انتخاب کرده و روی دکمه اوکی کلیک می کنیم. با این کار ورک اسپیس پرند حذف می شود. ما در این درس قصد داریم تا شما را با نحوه راهندازی سخت افسارهای ورودی و خروجی صدا آشنا کنیم. با این وجود ممکن است در برخی از سیستم ها پیکربندی سخت های صدا نیازی به تغییر نداشته باشند و به درستی کار کنند. خب فرض کنید که یک فایل صوتی را به ادیشن وارد کرده اید که در زمان اجرا صدایی شنیده نمی شود. برای دسترسی به تنظیمات سخت های ورودی و خروجی به منوی ادیت رفته و از زیر منوی پرفرنسیز گزینه آدیو هاردویر را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای پرفرنسیز با فعال بودن سربرگ آدیو هاردویر باز می شود. در این کادر ابتدا می بایست نوع دیوایس کلاس را مشخص نمایید. منوی این گزینه را باز کنید. همانطور که مشاهده می کنید در اینجا به گزینه واساپی دسترسی خواهید داشت. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که درایور واساپی روش جدید ویندوز برای برقراری ارتباط با ابزارهای صدا می باشد. این گزینه را انتخاب کنید. بدین ترتیب کادر پیغامی نمایان شده و اعلام می کند که تغییرات بر روی محیط کاری و تنظیمات فعلی تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر این دقت داشته باشید که کلاس انتخابی به سخت افزار نصب شده روی سیستم شما نیز ارتباط دارد. ما در اینجا بر روی نو کلیک می کنیم تا تغییرات اعمال نشود. دو قسمت بعدی یعنی دیفالت اینپوت و دیفالت آوتپوت برای تعیین ورودی و خروجی سیستم مورد استفاده قرار میگیرند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که چنانچه یک دستگاه ورودی مانند میکروفون به سیستم متصل باشد نام دستگاه در منوی گزینه دیفالت اینپوت نمایش داده خواهد شد. قسمت بعدی سامپل ریت است در درس‌های بعدی با این مفهوم آشنا خواهید شد. گزینه attempt to force hardware to document sample rate را در حالت انتخاب قرار دهید. با این کار، گزینه sample rate غیرفعال شده و نیازی به اعمال تغییر در آن نخواهد بود. به زبان ساده‌تر، با تغییر افزار، سامپل ریت به صورت خودکار تنظیم خواهد شد. پیش از شروع کار با آدیشن می بایست با برخی از مفاهیم اساسی و اولیه صدا آشنا شوید. ما در این درس و چند درس آینده به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت. ابتدا فرکانس را مورد مطالعه قرار می دهیم. زمانی که صدا ایجاد می شود از طریق رسانه و یا وسیلهی به حرکت در آمده و از سوی به سوی دیگر می رود. دقت داشته باشید که برای انسان این رسانه هواست. در واقع صدا از طریق فشار هوا در قالب امواج به حرکت در می آید. به زبان ساده تر ذرات هوا به بالا و پایین حرکت کرده و از یک خط به خط دیگر منتقل می شوند. در ادامه زمانی که این امواج به پرده گوش شما می رسند آن را به لرزش درآورده و پرده گوش شما این امواج را به امواج الکتریسیته تبدیل می کند. این امواج از طریق مغز شما دریافت و تفسیر می شوند. به تعداد امواجی که در یک واحد زمانی مشخص به پرده گوش شما ضربه میزنند فرکانس یا فرکانسی گفته می شود. واحد اندازگیری فرکانس هرتز است که به اختصار HZ مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر فنی هرتز سیکل هایی در ثانیه است که بستگی دارد در هر ثانیه چند بار اتفاق بیفتد. هرچه تعداد سیکل ها در ثانیه بیشتر باشد پرده گوش شما بیشتر به لرزش در آمده و صدا درجه بالاتری دارد. بنابراین هرچه تعداد سیکل ها در ثانیه بیشتر باشند تون صدا بالاتر می روید. برای مثال پایین ترین نوت در یک پیانو در حدود 32 هرتز یعنی 32 سیکل در ثانیه ثبت شده است. همچنین بالاترین نوت 4186 هرتز یعنی 4186 سیکل در ثانیه می باشد. در این میان ذکر این نکته الزامی است به دلیل اینکه هرتز واحد کوچکی برای اندازه گیری است از واحدهای بزرگتری مانند کیلو هرتز برای این کار استفاده می شود. خب نکته ای که در اینجا می به آن توجه داشته باشید این است که انسان قادر به شنیدن تمام فرکانس ها نمی باشد. همانطور که می دانید، یک انسان تنها می تواند صداهایی را با فرکانس بین 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز را بشنود. در واقع با بالاتر رفتن سن انسان میزان شنوایی او نیز کاهش پیدا می کند. به همین دلیل است که ممکن است افراد جوانتر صداهایی را بشنوند که افراد مسن قادر به شنیدن آنها نیستند. در ادامه به بررسی کاربرد فرکانس در نرم افزار آدیشن می تعاریف صورت گرفته در هنگام کار با آدیشن می تواند به شما کمک کند. به گونه ای که در هنگام تنظیم یک صدا و یا زمانی که قصد دارید افکت خاصی را به صدا اعمال کنید می بایست مفهوم فرکانس را بدانید. برای مثال در صورتی که با اکولایزری کار می کنید که به شما امکان تنظیم درجه صدا را می دهد، نوسان صدای شما بر اساس بخش های مختلف محدوده فرکانس می باشد. بنابراین به منظور انتخاب باندها و محدوده ای از افکت هایی که قصد دارید با آنها کار کنید می بایست با فرکانس آشنایی داشته باشید. همچنین آشنایی با فرکانس درک مفاهیمی مانند اسپکترال فریکونسی دیسپلی در آدیشن را بسیار ساده تر می کند. به طور کلی می توان گفت که داشتن درک صحیحی از فرکانس به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که چه صداهایی را می توان از فایل صدا حذف کرده و چه صداهایی را می توان در آن قرار داد. ما در درس های آینده شما را با مفاهیم دیگری آشنا خواهیم کرد. ما در این درس قصد داریم به بررسی مفهوم امپلیتیود و یا همان نوسان صدا بپردازیم. در درس گذشته با فرکانس که مشخص کننده درجه صدایی است که میشنوید آشنا شدید. مفهوم بسیار مهم دیگری که می بایست با آن آشنا شوید امپلیتیود یا نوسان می باشد. از لحاظ فنی امپلیتیود تغییر سطح نوسان فشار هواست که به علت امواج صدا به وجود می آید. به طور ساده تر می توان گفت که امپلیتیود به معنای میزان بلندی صدا است. در واقع امپلیتیود میزان شدتی است که مولکول های هوا پرده گوش شما را به صدا درآورده و مقدار فشار ایجاد شده توسط صدا است. واضح است که امپلیتیود بالاتر صدای بیشتری دارد. بنابراین می توان این گونه گفت که هرچه صدا فشرده تر شود، صدای ایجاد شده بلندتر می شود. به همین صورت، صداهای آرامتر قدرتمند نبوده و فشار هوا در آنها کمتر است. با استفاده از فرکانس و امپلیتیود می توانید در آدیشن درجه و بلندی امواج صدا را مشخص کنید مسلما در هنگام کار با آدیشن بیشتر زمان خود را صرف کار با پانل ادیتر خواهید کرد همانطور که در درسهای گذشته عنوان شد این پانل فایل صدا را به صورت امواج نمایش میدهد در قسمت بالای این پانل زمان به صورت افقی اندازگیری شده و همچنین در قسمت راست این پانل امپلیتیود به صورت عمودی اندازگیری می شود. در واقع با استفاده از ارتفاع هر موج می توانید میزان بلندی آن را در زمان داده شده مشاهده کنید. در این میان ذکر این نکته الزامی است که واحد اندازگیری امپلیتیود دسیبل بوده که با دی بی در بالای محور عمودی امپلیتیود نمایش داده می شود. نکته دیگری که می بایست بدان اشاره کنیم آن است که هر انحرافی از خط مرکز چه به بالا و چه به پایین به عنوان صدا در نظر گرفته می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روی خطی که با منفی بینهایت مشخص می شود هیچ گونه صدایی وجود ندارد. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی مفهوم سامپل ریت بپردازیم. زمانی که شما صدا را به صورت دیجیتال ضبط می کنید، در واقع تمام لحظه های صدا ضبط نمی شوند بلکه یک نمونه از صدا در هر لحظه خاص از زمان ذخیره شده و سپس لحظه بعدی ذخیره خواهد شد به زبان ساده تر این کار مشابه یک دوربین انجام می شود در حقیقت یک دوربین ویدیویی معمولی تمام حرکت ها را واقعا ضبط نمی کند بلکه تنها بین 24 تا 30 فریم یا مجموعه ای از تصاویر را در هر ثانیه ضبط می کند. سپس با حرکت این تصاویر به صورت ترتیبی آن را به صورت ویدیو در خواهد آورد. ضبط یک صدای دیجیتال نیز دقیقا به همین صورت می باشد. یعنی نیازی نیست که تمامی صدا ضبط شود. و تنها کافی است بخشی از آن به عنوان نمونه یا سمپل ذخیره شود. در این میان ذکر این نکته الزامی است که ذخیره کردن نمونه های بیشتر صدای با کیفیت تر و دقیق تری را به شما ارائه خواهد داد. به سرعتی که این نمونه ها جمعوری و ذخیره می شوند سمپل ریت گفته می شود. برای مثال استاندارد سامپل ریت برای یک سیدی موزیک برابر است با 44100 هرتز که معمولا چهار ممیز یک دهم کیلو هرتز گفته می شود. این بدان معناست که در هر ثانیه از موزیک شما به 44100 نمونه از موزیک گوش می دهید که این مقدار برای بیشتر مردم منطقی و رضایت بخش به نظر می رسد. برای درک بهتر موضوع فرض کنید قصد داریم تا صدای جدیدی را در آدیشن ضبط کنیم. برای این کار به منوی فایل رفته و از زیر منوی نیو گزینه آدیو فایل را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای نیو آودیو فایل نمایش داده می شود. کلید میان برای انجام این کار استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت ان می باشد. خب همانطور که مشاهده می کنید یکی از گزینه های موجود در این پنجره سامپل ریت می باشد که به صورت پیش فرض با 48000 هرتز تنظیم شده است. منوی این گزینه را باز کنید. در این منو محدوده وسیعی از سامپل ریت ها قابل انتخاب است که ما معمولا از گزینه های 44100 هرتز یا 48000 هرتز استفاده می کنیم. با این وجود ممکن است از خودتان سوال کنید که آیا انسان قادر به شنیدن این صدا می باشد؟ حقیقت این است که سمپل ریت انتخابی می بایست حد اقل دو برابر بالاترین فرکانسی باشد که قصد ضبط آن را دارید. بنابراین 44 ممیز یک دهم کیلوهرتز دو برابر 20 کیلوهرتز است که انسان قادر به شنیدن آن می باشد. در واقع این مقدار ده درصد از آنچه انسان قادر به شنیدن آن می باشد بیشتر است. در این میان ذکر این نکته الزامی است که هرچه میزان سمپل ریت انتخابی شما بیشتر باشد فایل ایجاد شده حجم بالاتری داشته و بنابراین فضای بیشتری از حافظه را به خود اختصاص می دهد. بنابراین در صورتی که فضای کافی برای ذخیره صدا دارید می توانید از سامپل ریت 96 کیلوهرتز نیز استفاده کنید که مسلما صدای بسیار با کیفیت تری را به شما ارائه می دهد. توجه داشته باشید به دلیل محدودیت شنوایی انسان تفاوتی بین سامپل ریت 96 کیلوهرتز و 192 کیلوهرتز وجود ندارد. بنابراین نیازی نیست تا حافظه خود را با انتخاب این گزینه از سامپل ریت بیهوده هدر بدهید. در پایان این درس می بایست به این نکته نیز اشاره کنیم که علاوه بر فرکانس، امپلیتیود و سامپل ریت فاکتور بسیار مهم دیگری نیز با نام بیت دپس وجود دارد که بر کیفیت صدا تأثیر به سزایی خواهد داشت. ما در درس بعدی به بررسی این مفهوم خواهیم پرداخت. در ادامه درس های گذشته ما در این درس قصد داریم تا به بررسی فاکتور بیت دپس بپردازیم. بیت دپس محدوده دینامیک از فایل صدا را تعیین می کند. به گونه‌ای ای که بیت های بیشتر محدوده وسیع تری از میزان صدا در هر نمونه از صدا را برای شما فراهم می کند. به منوی فایل رفته و از زیر منوی نیو گزینه آدیو فایل را برگزینید. همانطور که مشاهده می کنید در کادر محاوره ای باز شده تنظیمی برای انتخاب بیت دپس نیز در نظر گرفته شده است. منوی این گزینه را باز کنید. در این منو به مقادیر 8، 16، 24 و 32 دسترسی خواهید داشت. برای مثال یک فایل صدا با سمپل ریت 44 ممیز یک دهم کیلو هرتز هزار نمونه در ثانیه دریافت می کند و مقدار اطلاعاتی که در هر یک از این نمونه ها ذخیره می شود با بیت دپس تعیین می شود. بنابراین یک بیت دپس پایین مانند 8 بیت تنها برای محدوده 48 دسیبل در یک نمونه مناسب است که این مقدار برای ضبط دقیق صدا کافی نمی باشد. برای این کار می بایست محدوده ای را بین بلندترین و آرامترین بخش از صدا انتخاب کنیم. یک نمونه 16 بیتی که بیشتر برای رمزگذاری بر روی سیدی موزیک مورد استفاده قرار می گیرد محدوده ای از 192 دسیبل را فراهم می کند. همچنین 24 بیت 144 دسیبل و در نهایت 32 بیت که بهترین حالت نیز محسوب می شود 192 دسیبل را به شما می دهد. نکته ای که می بایست بدان اشاره کنیم آن است که هرچه بیت دپس بیشتر باشد حجم اطلاعات و محدوده دینامیک که می توان با آن کار کرد نیز بیشتر بوده و همچنین حجم فایل ها نیز بیشتر می باشد. در این میان ذکر این نکته الزامی است در صورتی که فضای شما برای ذخیره صدا محدود است بهتر است ابتدا بالاترین بیت دپس که در اینجا سی و دو فلوت است را انتخاب کرده و پس از پایان کار فایل را به بیت دپس های کمتر تبدیل کنید. با این کار حجم اشغالی فایل کاهش خواهد یافت. خب همانطور که مشاهده می کنید در مقابل بیت دپس سی و دو از کلمه فلوت استفاده شده است. چرا که مقدار آن واقعا سی و دو نیست. بلکه از یک بیت دبس 24 به همراه 8 بیت دیگر برای سقف و محدوده دینامیک تشکیل شده است. در این میان ذکر این نکته الزامی است که در حال حاضر بالاترین بیت دپسی که دیوایس ها پشتیبانی می کنند 24 است. با این وجود می توان در آدیشن از مقدار 32 به منظور ایجاد کیفیت صدای بهینه نیز استفاده نمود. نکته دیگری که می بایست بدان اشاره کنیم آن است که شما همواره می توانید یک فایل را از یک مقدار بیت دپس بیشتر به بیت دپس کمتر تبدیل کنید. با این وجود عکس این کار انجام پذیر نمی باشد. ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه وارد کردن فایل های صوتی به نرم افزار بپردازیم. برای شروع بر روی منوی فایل کلیک کنید. در این منو با استفاده از دو گزینه اوپن و ایمپورت می توانید فایل ها را به محیط کاری اضافه کنید. ابتدا بر روی اوپن کلیک کنید. با این کار کادر محاوره ای اوپن فایل باز شده و می توانید فایل دلخواه را انتخاب نمایید. با کلیک بر روی دکمه اوپن مشاهده می کنید که فایل انتخابی به پانل فایلز اضافه شده و همچنین در پانل ادیتر نمایش داده می شود. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با دابل کلیک در یک قسمت خالی از پانل فایلز نیز مجددا کادر محاوره ای اوپن فایل باز شده و می فایل دیگری را انتخاب کنید. کلید میان برای باز کردن این کادر کلیدهای ترکیبی کنترل او است. خب، همانطور که گفته شد زمانی که فایلی را ایمپورت می کنیم تنها یک لینک به آن ایجاد شده و در واقع خود فایل اصلی به نرم افزار وارد نمی شود. برای درک بهتر این موضوع، در پانل فایلز بر روی یکی از فایلها کلیک راست کرده، و گزینه ریویل این اکسپلورر را برگزینید. با این کار یک پنجره براوزر باز شده و محل ذخیره سازی فایل را بر روی هارد نمایش می دهد. در واقع همانطور که مشاهده می کنید، فایل اصلی جابجا جا نشده است. خب اکنون در یک قسمت خالی از پانل فایلز کلیک راست کرده و گزینه کلوز آل فایلز را برگزینید. بدین ترتیب تمام فایل هایی که در نرم افزار باز کرده بودیم بسته خواهند شد. در ادامه قصد داریم به بررسی نحوه استفاده از گزینه ایمپورت بپردازیم. بدین منظور مجددا به منوی فایل رفته و این بار از زیر منوی ایمپورت گزینه فایل را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای ایمپورت فایل باز می شود. کلید میانبر برای باز کردن این کادر کلیدهای ترکیبی کنترل آی است. در این کادر می توانید فایل دلخواه را انتخاب نموده و با کلیک بر روی اوپن آن را به پانل فایلز اضافه کنید. دقت داشته باشید در صورتی که هیچ فایلی در این پانل وجود نداشته باشد علاوه بر اضافه شدن فایل به پانل فایلز پیش نمایش آن در پانل ادیتر نیز دیده خواهد شد. خب مجددا با انتخاب گزینه فایل از زیر منوی ایمپورت فایل دیگری را انتخاب می کنیم. با این وجود این بار فایل تنها به پانل فایلز اضافه شده و پیش نمایش آن دیده نخواهد شد. در این حالت کافی است با دابل کلیک بر روی نام فایل آن را در پانل ادیتر نمایش دهید. بنابراین تنها تفاوت انتخاب گذینه های اوپن و اینپورت در مشاهده پیشنمایش در پانل ادیتر است در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه استفاده از پانل میدیا براوزر برای وارد کردن فایل ها به نرم افزار بپردازیم. همانطور که در درس های گذشته نیز گفته شد با استفاده از این پانل می توان محتویات درون هارد دیسک را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور کافی است بر روی آیکون لوکیشنز در بالا و سمت چپ پانل کلیک کرده و پارتیشن دلخواه را انتخاب کنید. سپس کافی است مسیر مربوط به فایل های مورد نظر را پیمایش و باز کنید. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که در این پانل می توانید پیش از ایمپورت کردن فایل آن را اجرا کنید. همانطور که مشاهده می کنید در پایین این پانل سه آیکون درد شده است. بر روی آیکون آتو پلی کلیک کنید. بدین ترتیب هر فایلی که در پانل میدیا براوزر انتخاب کنیم به صورت خودکار اجرا خواهد شد. مجددن این آیکن را از حالت انتخاب خارج می اکنون برای اجرای یک فایل کافی است آن را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکن پلی کلیک نمایید. در این حالت آیکن پلی به آیکن استاپ تغییر کرده و با کلیک بر روی این آیکن می توانید اجرا را متوقف کنید. علاوه بر این با فعال کردن آیکن لوپ پلی بک فایل انتخابی به صورت مکرر پخش خواهد شد. خب، بدین روش می توانید فایل مورد نظر را پیش از وارد کردن بیابید. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با پایین نگه داشتن کلید کنترل و کلیک بر روی فایل ها می توانید چندین فایل را به صورت همزمان انتخاب کنید. سپس آنها را با کلیک و درگ به پانل فایلز اضافه نمایید. ما در این درس قصد داریم تا نحوه وارد کردن فایل ها از درون یک سیدی را مورد بررسی قرار دهیم. توجه داشته باشید که برای این کار شما نمی توانید از روش هایی که در درس های گذشته با آنها آشنا شدید استفاده نمایید. بدین منظور کافی است به منوی فایل رفته و گزینه Extract Audio from CD را برگزینید. با این کار کادری با همین نام باز می شود. نخستین قسمت در این کادر درایو است در صورتی که بیش از یک سی دی درایو بر روی سیستم شما نصب است با استفاده از این منو می توانید درایو مورد نظر را انتخاب نمایید علاوه بر این شما می توانید با کلیک بر روی آیکون اجکت درایو انتخابی را باز کنید قسمت بعدی اسپید است که برای تعیین سرعت وارد کردن فایل ها کاربرد دارد همانطور که مشاهده می کنید این گزینه به صورت پیش فرض با مکسیموم اسپید تنظیم شده است. خب بر روی دکمه تایتل سیتینگز کلیک کنید. با این کار کادری با همین نام باز شده و می توانید سروری که از آن استفاده می کنید را مشخص نمایید. دقت داشته باشید در صورتی که از چندین سرور استفاده می کنید می بایست سایر گزینه های موجود در این کادر را نیز تنظیم کنید. خب این کادر را بسته و مجددا به کادر محاوره ای Extract Audio from CD باز می گردیم. در کادرهای آرتیست، آلبوم و ژانر می توانید اطلاعات خواسته شده را وارد کنید. همانطور که مشاهده می کنید در قسمت پایانی کادر فهرستی از ترک های موجود در سی دی نمایش داده شده است. با این وجود شما می توانید نام ترک ها را به درخواه خود تغییر دهید. برای این کار کافی است بر روی عنوان ترک کلیک کرده و نام جدید را تایپ کنید. با فشردن کلید اینتر تغییرات ثبت می شوند. علاوه بر این دقت داشته باشید که با انتخاب هر ترک و کلیک بر روی آیکون پلی می توانید آن را اجرا کنید. اکنون کافی است تیک کنار ترک هایی که نمی خواهید آنها را به نرم افزار وارد کنید غیر فعال نمایید. در این حالت با کلیک بر روی دکمه تاگل آل می توانید بین حالت فعال و غیر فعال فایل های انتخابی سویچ کنید. خب، گزینه Extract to Single File را فعال کنید. با انتخاب این گزینه تمام ترک های انتخابی به یکدیگر متصل شده و یک فایل واحد و مستقل را ایجاد می کند. مجددا این گزینه را از حالت انتخاب خارج می کنیم. در پایان با کلیک بر روی دکمه اوکی ترک های انتخابی به نرم وارد خواهند شد. ما در این درس قصد داریم تا شما را با نحوه ایجاد یک فایل صدای جدید آشنا کنیم. در درس های گذشته با نحوه وارد کردن فایل ها به محیط آدیشن آشنا شدید. با این وجود در بسیاری از مواقع می بایست فایلی را از ابتدا ایجاد کنید. برای این کار کافی است به منوی فایل رفته و از زیر منوی نیو گزینه آدیو فایل را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای نیو آدیو فایل باز می شود. علاوه بر این شما می توانستید بر روی آیکون نیو فایل در بالای پانل فایلز کلیک کرده و سپس از منوی باز شده گزینه نیو آدیو فایل را برگزینید. کلید میانبر برای باز کردن این کادر کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت ان است. خب اکنون می توانید در قسمت فایل نیم نامی را برای فایل جدید تایپ کنید. به عنوان مثال ما در اینجا نام پرند را در نظر میگیریم. با گزینه سامپل ریت نیز در درس های گذشته آشنا شدید. دقت داشته باشید که بهتر است از سامپل ریت های بالاتر از 96 کیلوهرتز استفاده نکنید. ما در اینجا 44100 هرتز را انتخاب می کنیم. قسمت بعدی چنلز است. در این قسمت می توانید تعداد کانال های مورد نیاز را مشخص کنید. منوی این گزینه را باز کنید. همانطور که مشاهده می کنید در این منو به سه گزینه مونو، استریو و پنج و یک دسترسی خواهید داشت. از گزینه مونو تنها زمانی استفاده می که یک کانال مورد نیاز باشد. با استفاده از گزینه استریو نیز می توانید از هر دو کانال چپ و راست استفاده کنید. همچنین آدیشن از گزینه دیگری با نام 51 پشتیبانی می کند. این سیستم صوتی در واقع دارای شش خروجی صدا است که هر یک از خروجی ها یک کانال صوتی محسوب می شوند. به زبان ساده تر 51 به معنای 5 اسپیکر و یک ساب ووفر است. دقت داشته باشید این پنج اسپیکر محدوده خاصی را پوشش می دهند. دو اسپیکر استریو در چپ و راست و در مقابل شما قرار می گیرند. دو اسپیکر استریوی دیگر نیز در چپ و راست و پشت سر و یک اسپیکر نیز در مرکز قرار می گیرد. ما در اینجا گزینه مونو را انتخاب می کنیم. در درس های گذشته با گزینه بیت دپس نیز آشنا شدید که ما از ذکر مجدد آن خودداری می کنیم. پس از اعمال تنظیمات دلخواه بر روی اوکی کلیک کنید. بدین ترتیب فایل صدای جدید ایجاد شده و به پانل فایلز اضافه می شود. با این وجود یک علامت ستاره در کنار نام آن دیده می شود و مشخص می کند که این فایل هنوز ذخیره نشده است. برای ذخیره فایل کافی است به منوی فایل رفته و گزینه سیو را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای سیو از باز می شود. میانبر های میان بور برای این کار کلیت های ترکیبی کنترل اس است. اکنون در کادر باز شده بر روی دکمه براوز کلیک کنید. بدین ترتیب کادر محاوره ای باز شده و می توانید محل ذخیره سازی فایل را مشخص نمایید. منوی سیو تایپ را باز کنید. در این منو به فرمت های صوتی مختلفی دسترسی خواهید داشت که می توانید یکی از گزینه ها را به دلخواه خود انتخاب نمایید. بر روی دکمه سیو کلیک کنید. در این میان ذکر این نکته الزامی است که پیش از بستن کادر سیو از می توانید با استفاده از منوی فرمت فرمت فایل صوتی را مجددا تغییر دهید. بر روی دکمه چنج در مقابل گزینه سامپل تایپ کلیک کنید. با این کار کادر محاوره کانورت سامپل تایپ باز شده و می توانید تنظیماتی مانند سامپل ریت، تعداد کانالها و بیت دپس را در این قسمت تغییر دهید. در پایان مروی روی دکمه اوکی کلیک کنید. بدین ترتیب یک فایل صوتی جدید با تنظیمات دلخواه ایجاد می شود. در درس بعدی نحوه ضبط صدا در فایل صوتی ایجاد شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه ضبط صدا در یک فایل بپردازیم. بدین منظور کافی است در پایین پانل ادیتر بر روی آیکون رکورد کلیک کنید. کلیدهای های میان بور برای این دستور کلیدهای های ترکیبی Shift Space هستند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که چنانچه فایلی را از قبل ایجاد نکرده باشید مجددا کادر نیو آودیو فایل باز شده و میبایست تنظیمات ایجاد فایل جدید را اعمال نمایید با این وجود از آنجا که ما از فایل ایجاد شده در درس گذشته استفاده می کنیم این فایل را از پوشه تمرینات باز می کنیم. خب همانطور که مشاهده می کنید با باز کردن یک فایل تمام آیکون های موجود در زیر پانل ادیتر فعال می شوند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که پیش از شروع فرایند ضبط می بایست لول سیستم را بررسی کنیم. بدین منظور از پانل لولز که در زیر پانل ادیتر قرار دارد استفاده می با کلیک راست بر روی این پانل منویی شامل چندین گزینه نمایش داده می شود. مهمترین قسمت این منو دی بی رنج یا محدوده دسیبل است که به صورت پیش گزینه 60 دی بی رنج انتخاب شده است. این گزینه مشخص می کند که صداهای از صفر تا 60 دسیبل و همچنین از صفر تا منفی 60 دسیبل توسط سیستم ضبط خواهند شد. با انتخاب سایر گزینه ها مشاهده می کنید که این محدوده در پانل لولز تغییر خواهد کرد. ما در اینجا مجددا گزینه 60 DB رنج را انتخاب می کنیم. دقت داشته باشید آنچه که اندازه گیری می شود حد اکثر امپلیتیودی است که دیوایس می تواند آن را دریافت کند. به همین دلیل صداهای دسیبل های منفی نیز توسط سیستم ضبط می شوند. به زبان ساده تر زمانی که از نظر شما محیط ساکت است ممکن است سکوت مطلق برقرار نباشد. صداهایی مانند نویز سیستم و یا صدای پس زمینه همواره وجود دارند. علاوه بر این الکترومغناطیس های موجود در کابل نیز می توانند ایجاد نویز کنند. بنابراین می بایست حد اکثر و حد اقل صدا را مورد بررسی قرار داد. خب مجددا در این قسمت کلیک راست کرده و این بار گزینه میتر اینپوت سیگنال را انتخاب نمایید. کلید میان برای انتخاب این گزینه کلیدهای ترکیبی آلت آی است. با این کار مشاهده می کنید که سیستم صدا را از میکروفون دریافت کرده و میزان نویزهای دریافتی را به صورت گرافیکی نمایش می دهد. با استفاده از این خصوصیت می توانید کنترل نمایید که صدا از حد مجاز بالاتر نرود. در هنگام ضبط صدای دیجیتال در صورتی که صدا از صفر بالاتر برود ممکن است دچار مشکل شوید همچنین دقت داشته باشید که صدای دریافتی نباید از خط قرمز تجاوز کند حال می توانید ضبط کردن صدا را آغاز کنید برای این کار روی دکمه رکورد کلیک کنید من یه متخصص هنرهای تجسمی هم. با این کار مشاهده می کنید که صدای دریافتی توسط آدیشن به صورت یک تصویر گرافیکی نمایش داده می شود. در این میان ذکر این نکته الزامی است که در زمان ضبط می توانید با کلیک بر روی پاوز فرایند ضبط را متوقف کرده و با کلیک مجدد بر روی آن فرایند ضبط را ادامه دهید. و کار تخصصین طراحی کاراکترها و موجودات مختلف با کلیک بر روی استاپ نیز زبط به پایان می رسد. در این حالت برای اجرای صدای ضبط شده کافی است بر روی پلی کلیک کنید. من یه متخصص هنرهای تجسمی و کار تخصصیم طراحی کاراکترها و موجودات مختلف خب همانطور که مشاهده می کنید به دلیل اینکه فایل صدا را هنوز ذخیره نکرده ایم یک آیکون ستاره در کنار نام آن در پانل فایلز دیده می شود بنابراین کافی است با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل اس تغییرات را بر روی فایل ضبط کنیم حال فرض کنید که قصد داریم مجددا صدایی را در این فایل ضبط کنیم. برای این کار کافی است در قسمتی از فایل صدا که می‌خواهید صدای جدید در آن اضافه شود کلیک نمایید. با کلیک بر روی رکورد ضبط از محل قرارگیری نشانگر انجام خواهد شد. تو این برنامه آموزشی قرار شما را با روند استفاده از برنامه ویری برای پرداخت. در درس های گذشته با نحوه وارد کردن فایل های صوتی آشنا شدید. ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه وارد کردن فایل های ویدیویی به آدیشن بپردازیم. همانطور که میدانید آدیشن فرمت های متنوعی از فایل ها را پشتیبانی می کند. بنابراین برای کار با فرمت های مختلف نیازی به تبدیل و تغییر فرمت آنها نخواهد بود. برای شروع در یک قسمت خالی از پانل فایلز دابل کلیک می کنیم. با این کار کادر محاوره ای ایمپورت فایل باز می شود. منوی موجود در پایین و سمت راست این کادر را باز کنید. با این کار به فهرستی از فرمت های مختلفی که می توانید در آدیشن مورد استفاده قرار دهید دسترسی خواهید داشت. همانطور که مشاهده می کنید در این منو به صورت پیش فرض گزینه آل ساپورتد میدیا انتخاب شده و در واقع تمام فرمت فایل ها در کادر ایمپورت فایل نمایش داده می شوند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که شما می توانید پس از وارد کردن فایل های ویدیویی به آدیشن صدای آنها را حذف کرده و صدای دلخواه را جایگزین کنید. علاوه بر این می توانید از فایل های ویدیویی به عنوان یک رفرنس در سایر نرم افزارها مانند ادوبی پریمیر استفاده نمایید. خب کافی است فایل ویدیویی مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی اوپن کلیک کنید. بدین ترتیب فایل ویدیویی به نرم افزار وارد می شود. همانطور که مشاهده می کنید این فایل به پانل فایلز اضافه شده است. با دابل کلیک بر روی فایل ویدیویی یک پیغام خطا در پانل ادیتر نمایش داده می شود. این پیغام اعلام می کند که فایل انتخابی یک فایل ویدیویی بوده و قابل ویرایش نمی باشد. در واقع برای مشاهده ی فایل ویدیویی می بایست آن را در نمای مالتی ترک وارد کنید. بنابراین به نمای مالتی ترک وارد شده و فایل ویدیویی را در این نما قرار می دهیم. مشاهده می کنید که پیش نمایشی از فایل ویدیویی در پانل ویدیو نمایش داده می شود. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با وارد کردن یک فایل ویدیویی نرمافزار به صورت خودکار صدای فایل را تفکیک کرده و آن را به صورت مجزا در پانل فایلز نمایش می دهد. بنابراین می توانید با دابل کلیک بر روی فایل صوتی آن را در نمای ویو فرم مشاهده و بررسی کنید. با این وجود دقت داشته باشید تغییراتی که بر روی فایل صوتی ایجاد می کنیم بر روی صدای فایل ویدیویی تأثیری نخواهد داشت. در پایان می توانید تغییرات دلخواه را بر روی صدا ایجاد کرده و مجددا آن را با فایل ویدیویی ترکیب نمایید. حال در صورتی که به محل ذخیره سازی فایل در سیستم خود وارد شوید متوجه می شوید که دو نسخه از فایل صدا وجود دارد. یکی با پسفند ویو و دیگری یک فایل پیک با پسفند PKF است که برای نمایش ویو فرم مورد استفاده قرار می گیرد. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید در محیط آدیشن تغییراتی در فایل ویدیویی ایجاد نمایید. ما در این درس قصد داریم به بررسی حالت اسپکترال فرکانسی دیسپلی بپردازیم. آدیشن به روش های مختلفی اطلاعات مربوط به فایل صدایی که در حال کار روی آن هستید را نمایش می دهد. ما در اینجا با فشردن کلید اسپیس فایل صوتی را اجرا می کنیم. همانطور که در حالت ویو فرم مشاهده می کنید قسمت هایی که صدا بلندتر است ویو فرم بلندتر و در قسمت های پایین تر ویو فرم کوتاهتر است. در سمت راست ویو فرم و در مرکز مقدار بینهایت قرار دارد. این قسمت کاملا سکوت است. با این وجود همانطور که مشاهده می کنید با بالا و پایین رفتن اعداد منفی کاهش یافتند تا به صفر برسند. در واقع این نقطه حد اکثر صدایی است که سیستم می تواند آن را ذخیره کند. می توان این گونه تصور کرد که سطح اسپیکر به هوا ضربه می زند و تصویر و خطوطی که مشاهده می کنید را ایجاد می نماید. هرچه اسپیکر بیشتر به هوا ضربه بزند، خطوط بیشتری ایجاد خواهند شد. همچنین می توانید خطوط بلندتر و فرو رفته تر را به عنوان صداهای بلندتر تلقی کنید. در قسمت بالای تصویر نیز پانل زمان از چپ به راست نمایش داده شده است. با این وجود در اینجا هیچ اطلاعاتی در رابطه با فرکانس و تن صدای فایل ارائه نشده است. خب همانطور که می‌بینید در کنار دکمه مالتی ترک دو آیکون شو اسپکترال فرکانسی دیسپلی و شو اسپکترال پیچ دیسپلی قرار دارند بر روی آیکون شو اسپکترال فرکانسی دیسپلی کلیک کنید کلید میانبر برای فعال کردن این حالت کلیدهای ترکیبی شیفت دی است. با این کار ویو فرم در قسمت بالا و اسپکترال فریکوینسی در پایین پانل ادیتر نمایش داده می شود. شما می توانید با کلیک و درگ خط جدا کننده این دو قسمت به بالا و پایین ابعاد آنها را تغییر دهید. خب ما در اینجا با فشردن کلیدهای شیفت دی اسپکترال فرکانسی را پنهان می کنیم. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که شما می توانید با کلیک و درگ خط افقی پایین وی فرم به سمت بالا نیز اسپکترال فرکانسی را نمایش دهید. خب در اسپکترال دیسپلی نیز زمان از سمت چپ به راست حرکت می کند. دقت داشته باشید در قسمت هایی که صدا بلندتر است خطوط قرمز و زرد به صورت عمودی نمایش داده می شوند که مشخص کننده فرکانس هستند. با این وجود خطوط عمودی در نمای ویو فرم بیانگر امپلیتیود یا همان درجه بلندی صدا هستند. بنابراین همانطور که مشاهده می کنید در سمت راست اسپکترال دیسپلی به جای مقیاس دسیبل از هرتز استفاده شده است که واحد اندازگیری فرکانس می باشد. در درس های گذشته گفته شد که هرتز تعداد ضربه ها به هوا در یک ثانیه است. هرچه فرکانس بالاتر باشد تون صدا بالاتر خواهد بود. همچنین در این نما خطوطی را به صورت افقی مشاهده می کنید که در برخی قسمت ها دارای صعود و در برخی قسمت ها دارای نزول هستند. به زبان ساده تر در اینجا محدوده وسیعی از فرکانس ها را دریافت می کنید. دقت داشته باشید که میزان روشنایی این خطوط بیانگر این است که فرکانس بلندتر است و خطوط تاریکتر فرکانس آرامتر را مشخص می کنند. بنابراین در صورتی که این رنگ سیاه باشد بدان معناست که هیچ فرکانسی در صدا وجود ندارد. همچنین نکته دیگری که می بایست بدان اشاره کنیم آن است که صداها از طیف وسیعی از فرکانس ها عبور می کند. علاوه بر این صداهای مکانیکی از بین خطوط کاملا باریک عبور می کنند. برای مثال در صورتی که صدای زنگ خوردن یک تلفن را ضبط کنید مشاهده می کنید که خط کاملا واضحی برای آن وجود دارد. بنابراین با استفاده از اسپکترال دیسپلی به راحتی می توانید قسمت هایی از صدا که قصد حذف کردن آنها را دارید مشخص نمایید. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی حالت اسپکترال پیچ دیسپلی بپردازیم. علاوه بر اسپکترال فرکانسی دیسپلی آدیشن نمای دیگری با نام اسپکترال پیچ دیسپلی را در نظر گرفته که نوتها را بر اساس فرکانس هایی که آدیشن در داخل یک فایل صدا پیدا کرده شناسایی می کند. خب همانطور که مشاهده می کنید ما از قبل یک فایل صوتی را باز کرده ایم. این فایل در دو حالت ویو فرم و اسپکترال فرکانسی نمایش داده شده است. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که این فایل صوتی استریو است. به همین دلیل دو باند لفت و رایت در هر دو نما دیده می شود. بدین ترتیب شما می توانید به صورت مجزا بر روی هر یک کار کنید. با این وجود ما در این دوره آموزشی معمولا روی هر دو باند کار خواهیم کرد. خب اکنون بر روی آیکون شو اسپکترال پیچ دیسپلی کلیک کنید. با این کار نمای اسپکترال پیچ دیسپلی جایگزین نمای اسپکترال فرکانسی دیسپلی خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید در سمت راست این نما به جای نمایش مقیاس هرتز که در اسپکترال دیسپلی از صفر تا منفی 10 کیلو هرتز بود اعداد بر اساس نوتها نمایش داده می شوند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که بدنه اصلی صدا در این نما با خط آبی نمایش داده شده است. با دنبال کردن این خط آبی می توان از نوتهایی که نواخته شده است آگاه شد. حال با فشردن کلید اسپیس بار صدا را اجرا می در صورتی که قصد دارید افکت های ویژه ای را روی فایل صدا ایجاد کنید، می توانید با اصلاح پیچ ها یا ترکیب آنها تغییرات مورد نیاز را روی آن اعمال نمایید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید تا صداهایی را بین این نوت ها وارد کرده و روی آنها کار کنید. بگونه ای که صدا بر اساس نوت ها تنظیم شود، نه بر اساس فرکانس ها. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی نحوه تغییر مقیاس در نماهای مختلف بپردازیم. همانطور که مشاهده می کنید، ما از قبل یک فایل صوتی را باز کرده ایم. اکنون در بالای نمای ویو فرم بر روی نوار زمانی کلیک راست کرده و در منوی باز شده نشانگر را بر روی گزینه تایم دیسپلی قرار می دهیم. در این منو با استفاده از گزینه های موجود می توانید تنظیمات مختلف مربوط به نمایش زمان را فعال و غیر فعال نمایید. در این منو به صورت پیش فرض گزینه دسیمال فعال بوده و زمان به صورت دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه نمایش داده می شود. شما می توانید سایر گزینه ها را از این منو انتخاب کنید. با این وجود ما گزینه دسیمال را در حالت انتخاب باقی میگذاریم. خب در سمت راست نمای ویو فرم مقیاس اندازگیری امپلیتیود مشخص شده است. با کلیک راست در این قسمت نیز منوی نمایان شده و مشخص می کند که این مقیاس به صورت پیش با دسیبلز تنظیم شده است. با این وجود شما می توانید گزینه های پرسنتج، سامپل ولیوز و یا نورمالایزد ولیوز را نیز در حالت انتخاب قرار دهید. خب، مجددا گزینه دسیبلز را انتخاب می کنیم. همین کار را می توانید برای مقیاس اندازگیری فرکانس نیز انجام دهید. بدین منظور بر روی قسمت سمت راست نمای اسپکترال فرکانسی کلیک راست می کنیم. در این منو می توانید مقیاس را بیشتر به صورت لگاریتمی یا خطی تنظیم نمایید. به عنوان مثال، گزینه مور لینیر را برگزینید. ارتباط بین اعداد را مشاهده می کنید. با انتخاب گزینه فول لینیر نیز مشاهده می کنید که مقیاس بین یک تا 20 کیلوهرتز خواهد بود. به همین روش می توانید مقیاس قسمت های مختلف را به دلخواه خود تغییر دهید. ما در این درس قصد داریم به بررسی نحوه انتخاب قسمتی از یک فایل صوتی بپردازیم. انتخاب دقیق صدا یکی از مراحل مهم در ویرایش و اعمال تغییر است. همانطور که مشاهده می کنید ما از قبل یک فایل صوتی را باز کرده ایم که در دو نمای ویو فورم و اسپکترال فرکانسی دیده می شود. در صورتی که به نمای اسپکترال فرکانسی دقت کنید متوجه می شوید که ذره هایی از نویس های مکانیکی در آن دیده می شوند. فرض کنید که قصد داریم این نویس ها را حذف کنیم. ابتدا یک بار صدا را گوش می کنید. برای این کار می توانید با استفاده از کلید اسپیس بار فایل را پلی کنید. Company committed to health and fitness. در قسمت اول صدای زنگ خوردن تلفن در پس زمینه صدا شنیده می شود. ما در اینجا قصد داریم تا این صدا را حذف کنیم. خب همانطور که مشاهده می کنید در پایین نوار منو چندین آیکون مختلف وجود دارند که برخی فعال و برخی غیر فعال هستند. در واقع آیکون های غیر فعال تنها در محیط مالتی ترک کاربرد دارند. ما در این درس و درس آینده سه ابزار تایم سلکشن، مارکی سلکشن و لاسو سلکشن را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا به بررسی تایم سلکشن تول خواهیم پرداخت. با استفاده از این ابزار می توانید قسمتی از فایل صدا را انتخاب نمایید. برای این کار کافی است با کلیک و درگ در پانل ادیتر قسمت مورد نظر را انتخاب نمایید. همانطور که مشاهده می کنید صدا به صورت همزمان در هر دو نما انتخاب می شود. دقت داشته باشید که در این حالت پلی هد یا خط عمودی در ابتدای قسمت انتخابی قرار می گیرد. اکنون می با فشردن کلید اسپیس ناحیه انتخابی را اجرا کنید. ابزار <applause> دیگری که در این درس به بررسی آن می پردازیم مارکی سلکشن تول است. بر روی این ابزار کلیک کنید. با استفاده از این ابزار می توانید فرکانس های مشخصی از صدا را انتخاب نمایید. به عنوان مثال می توانید فرکانس های مربوط به زنگ تلفن را انتخاب کنید. اکنون می توانید میزان بلندی صدا را کاهش داده و یا افکت های کاهش نویز را بر روی قسمت انتخابی اعمال نمایید. در این میان ذکر این نکته الزامی است که چنانچه قصد داشته باشید از این ابزار در نمای ویو فرم استفاده کنید نرم افزار به صورت خودکار ابزار تایم سلکشن را فعال خواهد کرد در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم به بررسی ابزار دیگری برای انتخاب قسمتی از صدا بپردازیم. بر روی آیکون ابزار لس و سلکشن کلیک کنید. با استفاده از این ابزار می توانید در نمای سپکترال فرکانسی قسمتی از صدا را به شکل دلخواه انتخاب نمایید. کافیست در قسمت های مورد نظر کلیک کنید تا نواهی که بین این نقاط ایجاد می شوند در حالت انتخاب قرار بگیرند. به زبان ساده تر، این ابزار مشابه ابزار لاسو در فتوشاپ عمل می کند. خب پس از انتخاب قسمتی از صدا در صورتی که نشانگر را بر روی ناحیه انتخابی قرار دهیم به یک دست تغییر شکل می دهد. در این حالت می توانید با کلیک و درگ قسمت انتخابی را جابجا جا کنید. علاوه بر این در صورتی که این ناحیه را به سمت بالای نمای اسپکترال فرکانسی درک کنیم قسمت انتخابی فشرده شده و با درگ به پایین این قسمت بست پیدا می کند. این امر بدون دلیل است که مقیاس فرکانس یک مقیاس خطی نبوده و بر حسب لگاریتم است. به عنوان مثال فاصله بین یک کی و 4K بزرگتر از فاصله بین 6K و 10K می باشد. با وجود اینکه فاصله بین آنها یکسان می باشد. خب این بار در قسمتی از نماهای اسپکترال فرکانسی و یا ویو فرم دابل کلیک می کنیم. با این کار قسمتی از صدا که در نمای جاری دیده می شود انتخاب خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع ابتدا در پایین پانل ادیتر بر روی آیکون زوم این کلیک کنید. با این کار میزان بزرگنمایی در هر یک از نماهای اسپکترال فرکانسی و ویف فرم افزایش می‌یابد. کلید میانبر برای افزایش میزان بزرگنمایی فشردن کلید مساوی از صفحه کلید است. حال بر روی یکی از نماها دابل کلیک می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید تمام صدا انتخاب شده است. حال بر روی آیکون زوم آوت کلیک کنید. با این کار میزان بزرگ نمایی کاهش می علاوه بر این می توانستید از کلید میانبر منفی نیز استفاده کنید. همانطور که مشاهده می کنید در واقع کل فایل صوتی انتخاب نشده است. به زبان ساده تر، تنها قسمتی از صدا که در نمای جاری دیده می شود در حالت انتخاب قرار گرفته است. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی ابزار پینت براش روش دیگری برای انتخاب قسمتی از صداست بپردازیم برای شروع بر روی آیکون این ابزار کلیک کنید کلید میانبر برای فعال کردن این ابزار فشردن کلید پی از روی صفحه کلید است با این کار چنانچه نشانگر را در نمای اسپکترال فرکانسی قرار دهیم متوجه می شوید که تغییر شکل می دهد. در این میان ذکر این نکته ارزامی است که با فعال کردن ابزار پینت براش چندین گزینه در مقابل آن نمایش داده می شوند. به عنوان مثال با استفاده از گزینه سایز می توانید اندازه قلمو را بر حسب پیکسل مشخص کنید. از گزینه اپاسیتی نیز برای تعیین میزان شفافیت نواحی و یا فرکانس های انتخابی استفاده می شود. فرض کنید که قصد داریم فرکانس مربوط به زنگ تلفن را با استفاده از این ابزار انتخاب کنیم. برای این کار کافی است بر روی فرکانس مورد نظر کلیک و درک کنیم. دقت داشته باشید که با استفاده از این ابزار می فرکانس ها را به اشکال دلخواه انتخاب نمایید. اکنون می توانید تغییرات دلخواه را بر روی فرکانس انتخابی اعمال نمایید. خب، پس از انتخاب قسمت مورد نظر، مشاهده می کنید که دکمه اینورت نیز به نوار ابزار اضافه شده است. بر روی این دکمه کلیک کنید. با این کار همانطور که مشاهده می کنید فرکانس انتخابی در محدوده مورد نظر معکوس می شود. به زبان ساده تر فرکانس انتخابی از حالت انتخاب خارج شده و سایر فرکانس ها در این ناحیه در حالت انتخاب قرار میگیرند. اکنون می توانید با کلیک در قسمتی خارج از ناحیه انتخابی آن را از حالت انتخاب خارج کنید. خب در ادامه قصد داریم گزینه اپاسیتی را مورد بررسی قرار دهیم به عنوان مثال این گزینه را کاهش داده و آن را با 25 درصد تنظیم می کنیم مجددا فرکانس مربوط به زنگ تلفن را با کلیک و درگ انتخاب می کنیم در این حالت تغییرات و یا افکت هایی که بر روی این فرکانس اعمال می کنیم به میزان 25 درصد بر روی آن اعمال خواهد شد. خب این بار فرکانس را به گونه ای انتخاب می کنیم که قسمت های انتخابی در برخی از نقاط با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. مشاهده می کنید قسمت هایی که همپوشانی دارند مادتر تر می شوند. در واقع چنانچه تغییراتی بر روی این فرکانس ها ایجاد کنیم به میزان دو برابر بر روی قسمت های مادتر اعمال خواهد شد. به عنوان مثال در اینجا که اپاسیتی با 25 درصد تنظیم شده افکت ها و تغییرات به میزان 25 درصد بر روی فرکانس انتخابی و به میزان 50 درصد بر روی فرکانس هایی که همپوشانی دارند و مادتر هستند اعمال خواهد شد. ما در این درس قصد داریم به بررسی ابزار اسپات هیلینگ براش بپردازیم. این ابزار عمل کردی مشابه با پینت براش دارد. با این تفاوت که در صورت استفاده از ابزار اسپات هیلینگ براش، فرکانس ها یا قسمت هایی از اسپکترال دیسپلی که انتخاب شده اند حذف خواهند شد. در واقع با استفاده از این ابزار می توانید صداهای جزئی را حذف کنید. خب همانطور که در این فایل صدا مشاهده می کنید محدوده وسیعی از فرکانس ها وجود دارد. ما در اینجا با فشردن کلید اسپیس فایل صوتی را اجرا می کنیم. همانطور که متوجه شدید در این قسمت صدایی شنیده می شود که قصد داریم آن را با استفاده از ابزار اسپات هیلینگ براش حذف کنیم. محل این نویز در نمای اسپکترال فرکانسی به صورت کامل قابل تشخیص است و مشاهده می کنید که فرکانس های بسیاری در آن وجود دارد. برای شروع آیکون ابزار اسپات هیلینگ براش را فعال کنید. کلید میان بر برای فعال کردن این ابزار فشردن کلید B از روی صفحه کلید است. اکنون می بایست سایز قلموی این ابزار را در قسمت سایز مشخص کنیم. پس از آن کافی است با کلیک و درگ از بالا به پایین نویز را در حالت انتخاب قرار دهیم. بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی فرایند حذف نویز انجام می شود. حال مجددا فایل صوتی را اجرا می کنیم. همانطور که متوجه شدید نویز به خوبی حذف شده است. به همین ترتیب می توانید نویز دیگری که در این صدا وجود دارد را حذف نمایید. در پایان ذکر این نکته الزامی است که ابزار اسپات هیلینگ براش در مواقعی که بین دو فرکانس از سیگنال ها همپوشانی وجود داشته باشد بسیار مؤثر عمل خواهد کرد. در درس های بعدی با افکت نویز ریداکشن برای کاهش و حذف نویز ها آشنا خواهید شد. ما در این درس قصد داریم به بررسی کنترل های زوم بپردازیم. شما می توانید میزان بزرگنمایی موج صدا را افزایش و یا کاهش دهید. در پایین و سمت راست پانل ادیتر به آیکن های مختلفی برای تغییر میزان بزرگنمایی دسترسی خواهید داشت. نخستین آیکن زوم این امپلیتیود است. بر روی این آیکن کلیک کنید. همانطور که مشاهده می کنید با این کار طول ویف ها بیشتر خواهد شد. کلید میانبر برای این دستور کلیدهای ترکیبی آلت مساوی است. در کنار این آیکن نیز به آیکن زوم آوت Amplitude دسترسی خواهید داشت. بر روی این آیکن کلیک کنید. با این کار طول ویف ها کاهش می کلید میانبر برای این گزینه کلیدهای ترکیبی آلت منفی است. نکته ای که در اینجا می به آن توجه داشته باشید این است که با افزایش یا کاهش میزان بزرگنمایی مقیاس اندازگیری امپلیتیود و فرکانس تغییر خواهند کرد. به زبان ساده تر امپلیتیود و فرکانس ها تغییر نمی کنند و تنها اعداد تغییر خواهند کرد. خب آیکن های بعدی زوم این تایم و زوم آوت تایم هستند که به ترتیب برای افزایش و کاهش بزرگنمایی امواج بر اساس زمان مورد استفاده قرار میگیرند. کلیدهای میان بره این دو دستور کلیدهای مثبت و منفی هستند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با افزایش بزرگ نمایی بر اساس زمان یک نوار لغزنده در بالای پانل ادیتر نمایش داده شده و با کلیک و درگ آن می توانید فایل صوتی را پیمایش کنید. علاوه بر این شما می توانید با کلیک و درگ لبه های لغزنده قسمتی از صدا که در نمای جاری دیده می شود را افزایش یا کاهش دهید. همچنین با دابل کلیک بر روی لغزنده بزرگنمایی به گونه تنظیم می شود که تمام فایل صوتی در نمای جاری دیده شود. با این وجود شما می توانید پس از تغییر میزان بزرگ نمایی بر روی آیکون زوم آوت فول آل اکسیس نیز کلیک کنید. در واقع با این روش نیز تمام فایل صوتی در نمای جاری دیده خواهد شد. دقت داشته باشید که این آیکن در بالا و سمت راست لغزنده پانل ادیتر نیز قابل دسترسی است. کلید میان بر برای انجام این کار کلیدهای ترکیبی کنترل بکسلش هستند. حال در قسمتی از نمای ویو فرم کلیک می کنیم تا پلی هد در این قسمت قرار بگیرد. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با کلیک بر روی آیکون زوم این تایم پلی هد در مرکز امواج و قسمت میانی فایل صوتی قرار گرفته و بزرگنمایی بر اساس محل قرارگیری پلی هد انجام خواهد شد. در درس آینده به بررسی سایر کنترل های زوم خواهیم پرداخت. در ادامه درس گذشته به بررسی کنترل های زوم خواهیم پرداخت. ابتدا کنترل های زوم این ات این پوینت و زوم این ات آوت پوینت را مورد بررسی قرار می دهیم. برای درک نحوه عملکرد این کنترل ها ابتدا با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب می کنیم. حال بر روی آیکون زوم این ات این پوینت کلیک کنید. با این کار ابتدای قسمت انتخابی در مرکز قرار گرفته و میزان بزرگنمایی بر روی این قسمت افزایش می‌یابد. کلیدهای میانبر برای این دستور کلیدهای ترکیبی Alt Home هستند. حال بر روی آیکون زوم این at Out پوینت کلیک کنید. بدین ترتیب بزرگ نمایی بر روی انتهای قسمت انتخابی افزایش خواهد یافت. کلیدهای های میان بور برای این دستور کلیدهای های ترکیبی Alt End هستند. این بار بر روی آیکون زوم تو Selection کلیک کنید. با این کار بزرگنمایی قسمت انتخابی به ای تنظیم می شود که به صورت کامل در پانل ادیتر دیده شود. در پایان ذکر این نکته الزامی است که با استفاده از لغزنده میانی ماوس نیز می توانید میزان بزرگنمایی شکل موج را افزایش و یا کاهش دهید. همچنین در صورتی که نشانگر را در سمت راست نمای وی فرم و بر روی مقیاس اندازگیری امپلیتیود قرار دهید نیز می توانید با استفاده از لغزنده میانی ماوس میزان امپلیتیود را افزایش و کاهش دهید. ما در این درس و درس آینده قصد داریم تا به بررسی مارکرها بپردازیم مارکرها یک قسمت اساسی از کار با آدیشن محسوب میشوند که بسیاری از کاربرانی که خودشان آدیشن را یاد میگیرند به آن توجه زیادی ندارند با این وجود بهتر است بدانید استفاده از آنها بسیار مفید و کاربردی خواهد بود خب ما در اینجا فایلی را از قبل باز کرده ایم. ابتدا پلی هد را در ابتدای قسمتی که نویز در پس زمینه ایجاد شده قرار داده و با فشردن کلید اسپیس یک بار صدا را اجرا می کنیم. Ride, I was, I really همانطور که متوجه شدید نویز در پس زمینه شنیده می شود. در حالی که پلی در ابتدای این قسمت قرار دارد کلید ام را از روی صفحه کلید می فشاریم. با این کار یک مارکر در محل قرارگیری پلی هد ایجاد می شود. اکنون لغزنده بالای فریم مربوط به میدیا براوزر را به سمت راست کلیک و درک می کنیم تا سایر پانل ها دیده شوند. اکنون بر روی سربرگ پانل مارکرز کلیک کنید. مشاهده می کنید که مارکر جدید با نام مارکر صفر یک به این پانل نیز اضافه شده است. با این وجود شما می توانید با یک بار کلیک مارکر را انتخاب نمایید. با کلیک مجدد نام مارکر انتخاب شده و می توانید آن را به دلخواه خود تغییر دهید. به عنوان مثال ما در اینجا عبارت نویز را وارد می کنیم. خب در ادامه قصد داریم مارکری را برای قسمتی که صدای زنگ تلفن شنیده می شود ایجاد کنیم. دقت داشته باشید که با بررسی نمای اسپکترال فرکانسی این قسمت قابل تشخیص است. بنابراین ابتدا پلی هد را در ابتدای این قسمت قرار می دهیم. با فشردن کلید اسپیس می توانید این صدا را بررسی کنید. حال با فشردن کلید ام مارکر جدیدی را به ابتدای این قسمت اضافه می کنیم. سپس نام آن را به استارت تغییر می دهیم. فرض کنید که قصد داریم با استفاده از مارکرها مدت زمانی که صدای زنگ تلفن شنیده می شود را نیز محاسبه کنیم. همانطور که در پانل مارکرز مشاهده می کنید، مدت زمان یا دیوریشن این مارکر صفر است. با این وجود شما می توانید با کلیک بر روی این مقدار آن را به صورت دستی مشخص نمایید. علاوه بر این، می توانید نشانگر ماوس را بر روی مقدار دیوریشن قرار دهید. در این حالت، نشانگر به یک فلش دو طرفه تبدیل شده و می توانید با کلیک و درگ به سمت راست و چپ، مدت زمان را افزایش یا کاهش دهید. با رها کردن کلید ماوس، مشاهده می کنید که مارکر به صورت یک خط افقی در بالای پانل ادیتر و بین نقاط ابتدایی و انتهایی ایجاد شده است. اکنون می توانید با کلیک و درگ مارکر پایانی محل دقیق به پایان رسیدن زنگ تلفن را مشخص نمایید. خب، همانطور که مشاهده می کنید در پانل مارکرز زمان شروع و پایان زنگ تلفن و همچنین مدت زمان آن مشخص شده است. حال نشانگر را بر روی لبه سمت راست پانل قرار داده و با کلیک و درگ ابعاد آن را افزایش می دهیم. بدین ترتیب به قسمت دیگری با نام دیسکریپشن دسترسی خواهید داشت که می توانید توضیحاتی را در رابطه با مارکر به آن اضافه نمایید. به عنوان مثال ما در اینجا عبارت تلفن را تایپ کرده و کلید اینتر را می فشاریم. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که مارکرها به متا دیت های فایل اضافه می شوند. به همین دلیل پس از اضافه کردن مارکرها یک علامت ستاره در کنار نام فایل در پانل فایلز نمایش داده شده و مشخص می کند که تغییرات بر روی فایل ذخیره نشدند. در واقع چنانچه این فایل را در نرمافزار دیگری مانند پریمیر باز کنیم مجددن به مارکرها دسترسی خواهیم داشت. در درس آینده به بررسی نکاتی در رابطه با مارکرها خواهیم پرداخت. در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم تا نکات دیگری را در مورد مارکرها مورد بررسی قرار دهیم. با نحوه ایجاد مارکرها در درس گذشته آشنا شدید. حال فرض کنید که قصد داریم مارکر ایجاد شده را حذف کنیم. برای این کار کافی است مارکر را در پانل مارکرز و یا از قسمت بالای پانل ادیتر انتخاب کرده و کلیدهای ترکیبی کنترل صفر را بفشارید. علاوه بر این می توانستید مارکر مورد نظر را از پانل مارکرز انتخاب کرده و سپس از منوی کلیک راست گزینه دیلیت سلکتد مارکرز را برگزینید. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با انتخاب گزینه دیلیت آل مارکرز تمام مارکرهای موجود حذف خواهند شد. خب در ادامه قصد داریم به بررسی تایپ یا نوع مارکرها بپردازیم. همانطور که مشاهده می کنید در پانل مارکرز قسمتی با نام تایپ وجود دارد. منوی این قسمت را باز کنید. در این منو به چهار گزینه کیو، ساب کلیپ، سی دی ترک و کارت تایمر دسترسی خواهید داشت که گزینه کیو به صورت پیش انتخاب شده است. در واقع کیو ساده ترین نوع مارکر است. گزینه ساب کلیپ را برگزینید. با انتخاب این گزینه چنانچه فایل صوتی را در نرمافزار دیگری مانند پریمیر ایمپورت کنیم قسمتی از صدا که با مارکر مشخص شده و دارای دیوریشن است به عنوان یک ساب کلیپ نمایش داده خواهد شد به زبان ساده تر این قسمت به عنوان یک آیتم مجزا از بین پریمیر در نظر گرفته خواهد شد این حالت زمانی کاربرد دارد که با فایل های طولانی کار می کنید و می توانید آنها را به قسمت های مجزا تفکیک نمایید. گزینه بعدی CD ترک است که برای ایجاد یک CD توسط آدیشن مورد استفاده قرار می گیرد. آخرین گزینه نیز کارت تایمر است که برای اتوماسیون در یک ایستگاه رادیویی کاربرد دارد. در ادامه به بررسی آیکنهای موجود در بالای پانل مارکرز خواهیم پرداخت با انتخاب یک مارکر آیکنها فعال میشوند نخستین آیکون اد کیو مارکر است که برای ایجاد مارکر جدید مورد استفاده قرار میگیرد در واقع پلی هد را در قسمت مورد نظر قرار دهید و سپس با کلیک بر روی این آیکون مارکر را در محل مورد نظر قرار دهید. آیکون بعدی دیلیت Selected مارکرز است که برای حذف مارکر یا مارکرهای انتخابی به کار می رود. به عنوان مثال شما می توانید با پایین نگه داشتن کلید شیفت چندین مارکر را در حالت انتخاب قرار دهید. سپس با کلیک بر روی دیلیت Selected مارکرز آنها را حذف کنید. خب ما در اینجا با فشردن کلیدهای های ترکیبی کنترل z تغییرات را لغو می کنیم. آیکون بعدی مرج Selected مارکرز است. این آیکون تنها زمانی فعال می شود که بیش از یک مارکر را انتخاب کرده باشید. در این حالت با کلیک بر روی آیکون Merge Selected Markers، مارکرهای انتخابی با یکدیگر ادغام شده و مارکر بزرگتری ایجاد می شود. آیکون بعدی Inserts Selected Range Markers into Playlist است. این آیکون زمانی فعال می شود که مارکری را که دارای مدت زمان یا دیوریشن است، انتخاب کرده باشید. بدین ترتیب با کلیک بر روی این آیکن، محدوده مشخص شده توسط مارکر به پانل پلی لیست اضافه می شود. با افزایش ابعاد پانل می توانید آیتم اضافه شده را مشاهده نمایید. در این حالت با کلیک بر روی آیکن پلی دیس آیتم در سمت چپ این آیتم می توانید تنها محدوده انتخابی را اجرا کنید. با این روش می توانید فهرستی از قسمت های یک فایل صوتی را برای ایجاد سی دی مشخص نمایید. آیکون بعدی Export Audio of Selected Range Markers to Separate Files است. با کلیک بر روی این آیکون می توانید مارکری که دارای دیوریشن است را به صورت یک فایل مجزا اکسپورت کنید. آخرین آیکون Insert into مالتی است. با استفاده از این آیکون می توانید محدوده ی مارکرهای انتخابی را به عنوان قطعه های از صدا درون یک سشن مالتی وارد کنید. ما در این درس و درس آینده قصد داریم تا به بررسی نحوه استفاده از کنترل های پلی بک بپردازیم. ابتدا با کلیک در قسمتی از فایل پلی هد را در محل مورد نظر قرار می دهیم. در این حالت با استفاده از پانل سلکشن اور ویو که در گوشه پایین و سمت راست محیط ادیشن قرار دارد به اطلاعاتی در رابطه با محل قرارگیری پلی هد دسترسی خواهید داشت. به عنوان مثال، نقطه زمان شروع و پایان و مدت زمان در این قسمت نمایش داده می شود. دقت داشته باشید به دلیل اینکه ما در اینجا قسمتی از صدا را انتخاب نکرده ایم نقطه شروع و پایان یکسان بوده و مدت زمان نیز برابر صفر است حال با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب می کنیم نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با انتخاب بخشی از صدا پلی هد در ابتدای قسمت انتخابی قرار می گیرد. بدین ترتیب زمان شروع محدوده انتخابی در قسمت استارت و زمان پایان آن در قسمت اند نشان داده می شود. مدت زمان ناحیه انتخابی صدا نیز در قسمت دیوریشن مشخص شده است. در این میان ذکر این نکته الزامی است که مدت زمان کل فایل صوتی نیز در قسمت ویو نمایش داده می شود. خب مجددا در قسمتی از فایل صوتی کلیک می کنیم. دقت داشته باشید که زمان مربوط به محل قرارگیری پلی هد بر اساس دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه در سمت چپ و پایین پانل ادیتر نمایش داده می شود. در این حالت چنانچه فایل صوتی را با فشردن کلید اسپیس اجرا کنیم فایل از محل قرارگیری پلی هد اجرا خواهد شد خب مجددا فایل صوتی را اجرا کرده و این بار با کلیک بر روی آیکون پاوز آن را متوقف می کنیم. همونطور که در پانل لولز مشاهده می کنید امپلیتیود زمان جاری که محل قرارگیری پلی هده است نمایش داده شده است. حال بر روی آیکون استاپ کلیک کنید. با این کار هیچ امپلیتیودی در پانل لولز نمایش داده نمی شود. دو آیکون بعدی فست فوروارد و ریوایند هستند با فشردن و نگه داشتن این آیکون ها می توانید فایل صوتی را با سرعت بالایی به جلو یا عقب پیمایش کنید. علاوه بر این با استفاده از کلید L از صفحه کلید می توانید فایل صوتی را به جلو و با استفاده از کلید J آن را به عقب پیمایش کنید. با هر بار فشردن این کلیدها سرعت پیمایش افزایش می‌یابد. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با فشردن کلید کی نیز می‌توانید پیمایش را متوقف کنید. خب همانطور که مشاهده می کنید ما از قبل چندین مارکر در این فایل ایجاد کرده ایم. بر روی آیکون موو پلی to تو کلیک کنید. با این کار پلی هد به مارکر بعدی پرش خواهد کرد. با کلیک بر روی آیکون موو پلی to تو نیز می توانید پلی هد را به مارکر قبلی منتقل کنید. با آیکون رکورد در درس های گذشته آشنا شدید. همانطور که گفته شد با کلیک بر روی این آیکون می توانید صدایی را با استفاده از میکروفون ضبط کنید. ما در درس بعدی سایر کنترل های پلی بک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم تا به بررسی سایر کنترل های پلی بک بپردازیم. نخستین آیکونی که در این درس آن را مورد مطالعه قرار می دهیم لوب پلی بک است. برای درک نحوه عمل کرده این آیکون ابتدا با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب می کنیم. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با فعال بودن آیکون لوپ پلیبک قسمت انتخابی از فایل صدا به صورت پی در پی اجرا خواهد شد. بر روی این آیکون کلیک کنید. در این حالت با فشردن کلید اسپیس متوجه خواهید شد که این قسمت چندین بار تکرار می شود تا زمانی که اجرا را متوقف نمایید. این آیکن را از حالت انتخاب خارج می کنیم. آیکن بعدی اسکیپ سلکشن است. با فعال بودن این آیکن می توانید از اجرای قسمت انتخابی از صدا صرف نظر نمایید. برای درک بهتر نحوه عملکرد این آیکون ابتدا با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب می کنی. سپس با کلیک بر روی نوار زمانی بالای ادیتر پلی هد را پیش از ناحیه انتخابی قرار می دهیم. حال آیکون اسکیپ سلکشن را فعال کنید. دقت داشته باشید با فعال بودن این آیکون چنانچه فایل صوتی را از محل قرارگیری پلی هد اجرا کنیم از این قسمت صرف نظر شده و ادامه اجرا به پس از قسمت انتخابی منتقل خواهد شد. با استفاده از این خصوصیت می توانید پیش از حذف قسمتی از صدا نتیجه کار را بررسی کرده و پیش نمایشی از آن را گوش دهید. حال آیکون اسکیپ سلکشن را غیر فعال کنید. با اجرای مجدد فایل صوتی متوجه می شوید که قسمت انتخابی نیز پخش خواهد شد. خب در پایان ذکر این نکته الزامی است که شما می توانید آیکون های پلی بک را به صورت یک پانل شناور نیز در محیط کاری نمایش دهید. برای این کار به منوی ویندو رفته و گزینه ی ترانسپورت را برگزینید. با این کار پانل ترانسپورت که در برگیرنده ی تمام آیکن های پلی بک است به صورت شناور نمایش داده می شود. شما می توانید مشابه سایر پانل ها آن را در محیط جابجا جا کرده و یا با پایین نگه داشتن کلید کنترل آن را در قسمتی از محیط کاری فیکس کنید. ما در این درس قصد داریم به بررسی برخی از مهمترین تنظیمات کنترل های پلی بپردازیم. بدین منظور به منوی ادیت رفته و از زیر منوی پرفرنسیز گزینه پلی بک را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای پرفرنسیز با فعال بودن سربرگ پلی بک باز می شود. نخستین گزینه در این قسمت آتو اسکرول دیورینگ Playback and Recording میباشد می باشد که به صورت پیش فعال است. با فعال بودن این گزینه در صورتی که پلی هد از صفحه جاری خارج شود، پانل ادیتر به روز رسانی شده و قسمتی از صدا که در حال اجراست را نمایش می دهد. در واقع چنانچه این گزینه فعال نباشد، پلی‌هد از صفحه جاری خارج شده و قسمتی از صدا که در حال اجراست دیده نخواهد شد. به زبان ساده‌تر، شما تنها صدا را می شنوید. بنابراین بهتر است همواره این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید. گزینه بعدی در این قسمت، Centered Auto Scrolling in Waveform Editor است. این گزینه را فعال کنید. با فعال بودن این گزینه زمانی که پلی هد به مرکز پانل ادیتور برسد، پشت زمینه و شکل موج به همراه آن حرکت خواهند کرد. حال با فشردن کلید اسپیس بار صدا را اجرا می در واقع پلی هد همواره در وسط پانل ادیتر قرار گرفته و فایل صوتی را پیمایش می کند. با این وجود دقت داشته باشید در این حالت به دلیل اینکه سیستم با حجم کاری ویژوال بیشتری سر و کار دارد منابع بیشتری از سیستم را درگیر خواهد کرد بنابراین ممکن است سیستم کنتر شده و مشکلاتی در هنگام پلی بک به وجود آید. خب، گزینه بعدی Centered آتو Scrolling این مالتی ترک ادیتر است. این گزینه نیز مشابه گزینه قبل عمل کرده و در نمای مالتی ترک کاربرد خواهد داشت. گزینه دیگری که در ادامه به بررسی آن می پردازیم Return Playhead to Start Position آن Stop است. با فعال بودن این گزینه زمانی که با کلیک بر روی آیکون استاپ اجرای فایل صوتی را متوقف می‌کنیم پلی هد به ابتدای قسمتی که اجرا از آن آغاز شده بود باز می‌گردد در غیر این صورت پلی هد در همان قسمتی که اجرا متوقف شده باقی خواهد ماند در پایان ذکر این نکته الزامی است که بهتر است تنظیمات پیشفرز کنترل های پلی بک را تغییر ندهید. ما در این درس قصد داریم تا شما را با نحوه استفاده از کلیپ بورد آشنا کنیم. در آدیشن نیز مشابه سایر نرم افزارها از کلیپ بورد برای کپی و پیست کردن قسمت هایی از یک فایل صوتی استفاده می شود. به عنوان مثال، فرض کنید که قصد داریم قسمتی از این فایل صوتی را کپی کرده و در انتهای آن پیست کنیم. بدین منظور، ابتدا کافی است با کلیک و درگ قسمت مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهیم. سپس به منوی ادیت رفته و گزینه ی کاپی را برگزینید. کلید میانبر برای این کار کلیدهای ترکیبی کنترل C می باشد. حال با فشردن کلید اند از روی صفحه کلید پلی هد را به انتهای فایل صوتی منتقل می کنیم. اکنون کافی است به منوی ادیت رفته و گزینه پیست را انتخاب کنید. کلید میانبر برای این دستور کلیدهای ترکیبی کنترل ویست. با این دو روش قسمت انتخابی در انتهای فایل جایگذاری می شود. همانطور که مشاهده می کنید این قسمت همچنان در حالت انتخاب قرار دارد. شما می توانید با فشردن کلید G از روی صفحه کلید و یا کلیک در قسمتی خارج از ناحیه انتخابی آن را از حالت انتخاب خارج کنید. به همین ترتیب می توانید با فشردن مجدد کلید End پلی هد را به انتهای فایل صوتی منتقل کرده و سپس با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل وی نسخه دیگری از ناحیه کپی شده را جایگذاری نمایید. خب در ادامه قصد داریم به بررسی تنظیمات پیشرفته تری در رابطه با کپی و پیست کردن فایل های صوتی بپردازیم. بدین منظور با کلیک و درگ قسمتی از فایل صوتی را انتخاب کرده و کلیدهای ترکیبی کنترل C را می فشاریم. اکنون به منوی ادیت رفته و نشانگر را بر روی گزینه Set Current Clipboard قرار می دهیم. همانطور که مشاهده می کنید در این منو به پنج کلیپ بورد مختلف دسترسی خواهید داشت که به صورت پیش فرض کلیپ بورد یک انتخاب شده است. در واقع قسمت انتخابی در این کلیپ بورد ذخیره شده است. بنابراین شما می توانید تا پنج قسمت مختلف از صدا را در آدیشن ذخیره کرده و در صورت نیاز از آنها استفاده نمایید. علاوه بر این دقت داشته باشید که هر یک از این گزینه ها دارای کلیدهای های میانبر منحصر به فردی هستند. اکنون گزینه کلیپ برد دو را برگزینید. حال قسمت دیگری از فایل را انتخاب کرده و با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل C یک نسخه کپی از آن تهیه می در صورتی که مجددن به منوی ادیت و زیر منوی ست کارنت کلیپ برد برویم مشاهده می کنید که قسمت انتخابی جدید در کلیپ برد دو ذخیره شده است. خب، اکنون با فشردن کلید اند از روی صفحه کلید پلی را به انتهای صدا منتقل می کنیم. سپس با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل V محتوای کلیپ برد را جایگذاری می کنیم. دقت داشته باشید به دلیل اینکه در زیر منوی ست کارنت کلیپ برد گزینه کلیپ برد دو انتخاب شده بود، محتوای این کلیپ بورد جایگذاری خواهد شد. مجددا با فشردن کلید End، Playhead را به انتهای فایل صوتی منتقل می کنیم. حال با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل 1 به کلیپ بورد یک سویچ می کنیم. سپس با فشردن کلیدهای کنترل V می توانید این بار محتوای این کلیپ بورد را در محل دلخواه پیست کنید. بنابراین با استفاده از کلیدهای میان بر هر کلیپ بورد می توانید بین آنها جابجا جا شده و محتوای هر یک را جایگذاری نمایید. در پایان ذکر این نکته الزامی است که این روش زمانی که با فایل های طولانی کار می کنید بسیار پرکاربرد و مفید خواهد بود. ما در این درس قصد داریم تا شما را با نحوه استفاده از گزینه میکس پیست آشنا کنیم. علاوه بر امکان استفاده از پنج کلیپ برد مختلف آدیشن دارای قابلیت جالب و کاربردی دیگری با نام میکس پیست می باشد. از این خصوصیت برای ترکیب قسمت ها یا قطعه های مختلف صدا در نمای ویو فرم استفاده می شود. برای درک بهتر نحوه عمل کرده این خصوصیت به ذکر یک مثال می پردازیم. همانطور که مشاهده می کنید ما از قبل دو فایل صوتی را باز کرده ایم. یکی از این فایل ها صدای بوغ ممتدی است که ما آن را با استفاده از آدیشن ایجاد کرده ایم. حال فرض کنید که قصد داریم قسمتی از فایل صوتی دیگر را با صدای بوغ ترکیب کنیم. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که ترکیب و پیست دو فراینده متفاوت است. خب، بدین منظور قسمت مورد نظر را انتخاب کرده و با فشردن کلیدهای های ترکیبی کنترل سی آن را کپی می کنیم. حال فایل صوتی مقصد را باز کرده و هد را در قسمت مورد نظر قرار می دهیم. سپس به منوی ادیت رفته و گزینه میکس پیست را برگزینید. کلید میانبر برای انتخاب این گزینه فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت وی می باشد. با هر دو روش کادر محاوره ای میکس پیست نمایش داده می شود. در نخستین قسمت این کادر یعنی والیوم می توانید تعیین نمایید که چه درصدی از فایل های مبدع و مقصد با یکدیگر ترکیب شوند. همانطور که مشاهده می کنید به صورت پیش هر دو فایل با صد درصد تنظیم شدهاند. گزینه بعدی Invert Copied Audio است که صدای کپی شده را معکوس می کند. با فعال کردن گزینه Crossfade نیز می توانید صداها را در یک دیگر فید کنید. قسمت بعدی در این کادر پیست تایپ است که برای تعیین نحوه ترکیب و پیست شدن صداها مورد استفاده قرار می گیرد. گزینه اینسرت زمانی کاربرد دارد که قصد استفاده از کراس فید را داشته باشید. گزینه اوورلپ نیز موجب ترکیب دو صدا با یکدیگر می شود. گزینه اووررایت نیز صدای کپی شده را جایگزین صدای موجود می کند. آخرین گزینه Modulate است. با انتخاب این گزینه نوعی از ترکیب صورت میگیرد به گونه ای که ایجاد تغییر در سیگنال های دو صدا موجب ایجاد تمایز بیشتر بین آنها خواهد شد. خب در اینجا گزینه اوور لپ را فعال کنید. گزینه دیگری که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم لوپ پیست است. با فعال بودن این گزینه می توانید فرایند پیست را به تعداد دفعات مشخصی تکرار نمایید. این گزینه را از حالت انتخاب خارج کنید. آخرین قسمت در این کادر محاوره ای آدیو سورس است. در این قسمت به دو گزینه From Clipboard و From File دسترسی خواهید داشت که به صورت پیش فرض گزینه From Clipboard فعال است. منوی این گزینه را باز کنید. در این حالت می توانید یکی از صداهای موجود در کلیپ بورد را جهت ترکیب با فایل مبدع انتخاب نمایید. با فعال کردن گزینه فرام فایل نیز می توانید فایلی را از روی هارد انتخاب نمایید. ما در اینجا قطع صدای موجود در کلیپ برد یک را ترکیب خواهیم کرد. پس از اعمال تنظیمات دلخواه بر روی دکمه اوکی کلیک کنید. حال یک بار صدا را اجرا می کنیم. همانطور که متوجه شدید، صدای کپی شده با صدای موجود در فایل ترکیب شده است. بدین ترتیب، می توانید صداهای مختلفی را با یکدیگر ترکیب نمایید. ما در این درس قصد داریم تا به بررسی نحوه لول کردن فایل های صوتی بپردازیم. در واقع با این کار امپلیتیود یا میزان بلندی صدا را تنظیم خواهیم کرد. ابتدا نحوه لول کردن دستی را مورد بررسی قرار می دهیم. همانطور که در نمای اسپکترال فرکانسی مشاهده می کنید، این فایل صوتی دارای نویز بسیاری است. در نمای نیز پانل کوچکی را مشاهده می کنید که در اصطلاح Head-Zap Display نام دارد. با استفاده از این پانل می توانید تغییراتی را در امپلیتیود یا درجه صدای کل فایل و یا قسمتی از آن ایجاد نمایید. همانطور که مشاهده می کنید در سمت راست این پانل یک آیکون پین با نام PHUD HUD to Current Position وجود دارد. دقت داشته باشید که HUD مخفف نام پانل یعنی head Up Display است. بر روی این آیکون کلیک کنید. حال در صورتی که با کلیک و درگ قسمتی از فایل صوتی را انتخاب کنیم، متوجه می شوید که پانل هدز دیسپلی به وسط قسمت انتخابی منتقل می شود. در واقع محل قرارگیری این پانل با انتخاب قسمت مختلف تغییر خواهد کرد. مجددا بر روی آیکون پین HUD تو کارنت پوزیشن کلیک کنید. با این کار متوجه خواهید شد که پانل در محل فعلی خود فیکس شده و حتی با انتخاب قسمتی از فایل صدا نیز جابجا جا نخواهد شد. بنابراین دقت داشته باشید که در حالت پیش فرز این پانل فیکس بوده و جابجا جا نمی شود. چرا که ممکن است با قرار گرفتن پانل بر روی قسمت انتخابی کار بر روی آن دشوار شود. خب، اکنون این پانل را جابجا جا کرده و در محل مناسبی قرار می دهیم. اکنون در یک قسمت از فایل صوتی کلیک می کنیم تا مطمئن شویم که صدا در حالت انتخاب قرار ندارد. حال در صورتی که نشانگر را بر روی مقدار دسیبل و یا دایره موجود در پانل هدزاپ دیسپلی قرار دهید به یک فلش دو طرفه تبدیل می شود. در هر دو حالت می توانید با کلیک و درگ به راست و چپ میزان امپلیتیود را افزایش و یا کاهش دهید. با رها کردن کلیک موس مشاهده می کنید که تغییرات بلا فاصله بر روی فایل صوتی اعمال می شوند. علاوه بر این می توانید مقدار دلخواه را به صورت دستی نیز وارد کنید. به عنوان مثال ما آن را کاهش داده و با منفی 6 دسیبل تنظیم می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید نمای اسپکترال فرکانسی نیز اندکی تیره تر شده است. چرا که فرکانس ها به سکوت بیشتری تبدیل شدهاند. اکنون با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل Z تغییرات را لغو می کنیم. نکته ای که در اینجا می به آن توجه داشته باشید این است که شما می توانید به جای کل صدا امپلیتیود قسمتی از صدا را نیز تنظیم نمایید. برای این کار کافی است با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب نمایید. سپس با استفاده از پانل هدزاپ دیسپلی میزان امپلیتیود صدای انتخابی را مشخص کنید. در ادامه قصد داریم صدا را با استفاده از نمای اسپکترال فرکانسی لول کنیم. بدین منظور فایل صدای دیگری را مورد استفاده قرار می دهیم. ابتدا سایز نمای اسپکترال فرکانسی را اندکی افزایش می دهیم تا فرکانس ها بهتر دیده شوند. فرض کنید که قصد داریم صدای زنگ تلفن که در پس زمینه شنیده می شود را با استفاده از پانل هدساپ دیسپلی کاهش دهیم. بدین منظور کافی است ابزار مارکی سلکشن را فعال کرده و سپس با کلیک و درگ فرکانس مربوط به زنگ تلفن را انتخاب کنیم. با این وجود همانطور که مشاهده می کنید ناحیه انتخاب به قسمتهایی از نوار زمانی اسنپ می شود. برای انتخاب راحت تر این فرکانس کافی است آیکون تاگل اسنپینگ در سمت راست نوار زمانی را از حالت انتخاب خارج کنید. کلید میانبر برای فعال و غیر فعال کردن این خصوصیت فشردن کلید S از روی صفحه کلید است. پس از انتخاب فرکانس مورد نظر می توانید با استفاده از پانل هد Up Display را کاهش دهید. به عنوان مثال ما آن را با منفی 25 دسیبل تنظیم می کنیم. حال در صورتی که این قسمت را از حالت انتخاب خارج کرده و یک بار صدا را اجرا کنید متوجه می شوید که صدای زنگ تلفن حذف شده است. جو... ما در این درس و درس آینده قصد داریم تا شما را با نحوه نرمال سازی لول صدا آشنا کنیم. علاوه بر تنظیم دستی لول صدا در آدیشن شما می توانید به صورت اتوماتیک حد اکثر پیک لول ها را بر اساس فایل صوتی تنظیم کنید. پیش از انجام این کار به بررسی مفهوم پیک خواهیم پرداخت. در واقع پیک حد اکثر مقداری است که صدا به آن رسیده است. در این میان ذکر این نکته الزامی است که مفهوم پیک با ماکسیموم بسیار متفاوت است. همانطور که مشاهده می کنید ما از قبل دو فایل صوتی را باز کرده ایم. یکی از فایل ها دارای صدای متوسط و دیگری دارای صدای بسیار بالایی است. فرض کنید که قصد داریم پیک هر دو فایل را با منفی 3 دسیبل تنظیم کنیم. برای این کار ابتدا به منوی ویندو رفته و گزینه مچ والیوم را برگزینید. با این کار پانلی با همین نام به محیط کاری اضافه می شود. کلید میانبر برای باز کردن این پانل فشردن کلیدهای ترکیبی آلت 5 است. حال می بایست هر دو فایل صوتی مورد نظر را در پانل فایلز انتخاب کرده و با کلیک و درگ به پانل مچ والیوم منتقل کنیم. در این میان ذکر این نکته الزامی است که با کلیک بر روی آیکون اد فایلز نیز می توانستید فایل های مورد نظر را به صورت مستقیم نیز از هارد درایو به این پانل اضافه کنید. همچنین شما می توانید با انتخاب یکی از فایل های موجود در پانل مچ والیوم و کلیک بر روی آیکون ریموو Selected فایلز آن را از این پانل حذف کنید. با کلیک بر روی آیکون ریموو آل فایلز نیز تمام فایل های موجود در این پانل حذف خواهند شد. اکنون بر روی آیکون کامپیوت اوریج والیوم کلیک کنید. بدین ترتیب هر دو فایل صوتی آنالیز می شوند. با درگ پانل به سمت راست مشاهده می کنید که اطلاعاتی در رابطه با هر فایل ارائه شده است. یکی از این گزینه ها ITU Loudness است که روش جدیدی برای محاسبه میزان بلندی است. در حال حاضر اکثر شبکه های رادیویی و تلویزیونی از این روش استفاده می خب در پایین این پانل گزینه اکسپورت را فعال کنید. با فعال کردن این گزینه می توانید از این فایل های صوتی با لول جدید خروجی تهیه کنید. با این کار دکمه اکسپورت Settings فعال خواهد شد. بر روی این دکمه کلیک کنید. بدین ترتیب کادری با همین نام باز می شود. همانطور که مشاهده می کنید تنظیمات این کادر محاوره ای تا حد زیادی مشابه تنظیمات ایجاد یک فایل صدای جدید است. به عنوان مثال می توانید فرمت و سامپل ریت فایل را مشخص کنید. با این وجود، به دلیل اینکه ما قصد تهیه خروجی را نداشته و می‌خواهیم تغییرات را بر روی فایل های اصلی ایجاد کنیم، بر روی دکمه کنسل کلیک می‌کنیم. حال گزینه اکسپورت را از حالت انتخاب خارج کنید. ما در درس بعدی به بررسی سایر تنظیمات در پانل مچ والیوم خواهیم پرداخت. در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم تا به بررسی دکمه مچ والیوم سیتینگز از پانل مچ والیوم بپردازیم. بر روی این دکمه کلیک کنید. با این کار گزینه های جدیدی به قسمت پایین این پانل اضافه می شود. با استفاده از این گزینه ها می توانید نحوه تنظیم میزان درجه بلندی صدا را مشخص نمایید. در این میان ذکر این نکته الزامی است که شما می توانید مجموعه از فایل های صوتی که قصد لول آنها را دارید به این پانل اضافه نمایید. نخستین گزینه ای که به بررسی آن می‌پردازیم مچ تو می باشد. منوی این گزینه را باز کنید. با استفاده از گزینه های این منو می توانید مقیاس مورد نظر را تعیین نمایید. همانطور که مشاهده می کنید در این منو به صورت پیش فرض گزینه ITU لاودنس انتخاب شده است. در درس گذشته نیز گفته شد که در اکثر شبکه های رادیویی و تلویزیونی از این گزینه استفاده می شود. گزینه پیک آمپلیتیود را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه میزان بلندی صدا بر اساس بلندترین قسمت فایل تنظیم می شود. به زبان ساده تر درجه بلندی صدا دقیقا برابر همان مقداری است که بلندترین بخش فایل صدا است. به عنوان مثال ما در مقابل گزینه پیک والیوم مقدار صفر را تایپ می کنیم. گزینه بعدی یوز لیمیتینگ است. با استفاده از این گزینه می توانید حد اکثر مقدار مجاز برای امپلیتیود را مشخص کنید. در واقع سقف مجاز امپلیتیود حد اکثر درجه صدایی است که آدیشن آن را میپذیرد. به گونه که صداهای بالاتر از آن ضبط نخواهند شد. گزینه یوز لیمیتینگ را فعال کنید. فعال کردن این گزینه بدان معناست که نرم افزار پیک های لول شما را به خوبی شناسایی نکرده و نمیخواهیم که آنها را مدیریت کند. به زبان ساده تر هنوز نمیخواهید به حد اکثر امپلیتیود مورد نظر برسید. دو گزینه بعدی در این قسمت لوک اهد تایم و ریلیز تایم هستند. دقت داشته باشید که واحد اندازگیری این گزینه ها میلی ثانیه است که به صورت پیشفرز با دوازده و دویست تنظیم شدند. Look ahead time بدان معناست که آدیشن تا دوازده میلی ثانیه در یک زمان را پیش بینی خواهد کرد. همچنین ریلیز تایم بدون معناست که این فرایند دویست میلی ثانیه طول می کشد. در این میان ذکر این نکته ارزامی است که با داشتن لوک اهد تایم کوتاهتر آدیشن به صورت دقیقتری تنظیمات مورد نیاز را محاسبه خواهد کرد. با این وجود دقت داشته باشید که استفاده از لوک اهد تایم بلندتر شانس بیشتری را برای گرفتن پیک هایی که مد نظرتان است ایجاد می کند. بنابراین به دلیل اینکه به صدایی بالاتر از پیک نرسیم گزینه یوز لیمیتینگ را فعال کردیم. خب پس از اعمال تنظیمات دلخواه بر روی دکمه ران کلیک کنید. پس از مدت زمان کوتاهی، فرایند لول کردن صدا به پایان می رسد. حال در صورتی که میزان بزرگنمایی را بر روی فایل صوتی افزایش دهیم، متوجه می شوید که بلندترین بخش از صدا برابر با صفر دسیبل می باشد. با این وجود به دلیل انتخاب گزینه پیک امپلیتیود از منوی مچتو سایر قسمت های پیک با صفر دسیبل تنظیم نشدهاند. به زبان ساده‌تر، بلندترین قسمت صدا در نظر گرفته شده و سایر قسمت ها نسبت به آن تنظیم می شوند. خب همانطور که مشاهده می کنید یک علامت ستاره در کنار هر یک از فایل‌ها ها درد شده و مشخص می کند که هنوز فایل های صوتی ذخیره نشدند. بنابراین در صورتی که پیش از ذخیره سازی فایل ها را ببندیم لول های قبلی صدا باقی مانده و تغییرات اعمال نخواهند شد. ما در این درس و درس آینده قصد داریم تا به بررسی نحوه اضافه کردن فید بپردازیم. در برخی موارد ممکن است یک فایل صوتی به صورت ناگهانی شروع شده و یا به پایان برسد. در چنین مواردی می توانید با اضافه کردن فید به صدا این حالت را برطرف کنید. شما به چندین روش می توانید فیت ها را به یک فایل صوتی اضافه نمایید. ما در ادامه به بررسی ساده ترین روش برای انجام این کار خواهیم پرداخت. زمانی که یک فایل صوتی را در آدیشن باز می کنیم، دو مربع در بالا و دو طرف آن و در پانل ادیتر دیده می شود. در صورتی که نشانگر را بر روی مربع سمت چپ قرار دهیم عبارت فید این و برای مربع سمت راست عبارت فید آوت نمایش داده می شود. ما در اینجا بر روی مربع فید این کلیک کرده و آن را به سمت راست درگ می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید با این کار میزان بلندی امپلیتیود کاهش می دقت داشته باشید که در این حالت عبارت فید این لینیر ولیو نمایان شده و میزان فید این صدا را بر حسب ثانیه مشخص می کند. حال پیش از رها کردن کلیک ماوس آن را به سمت بالا و پایین درگ می کنید. با این کار می توانید منحنی مربوط به فید این را به صورت لگاریتم های مثبت و منفی نیز ایجاد نمایید. دقت داشته باشید در صورتی که فید این لینیر ولیو برابر صفر باشد یک فید خطی مستقیم ایجاد می شود. خب، ما در اینجا منحنی فید را به صورت لگارتمی و با مقدار منفی 25 تنظیم می کنیم. با اجرای فایل صوتی متوجه خواهید شد که صدا به آرامی شروع شده و به تدریج میزان بلندی آن افزایش می آبد. ما در درس بعدی به بررسی روش های دیگری برای اضافه کردن فید ها خواهیم پرداخت. در ادامه درس گذشته ما در این درس قصد داریم تا به بررسی روش های دیگری برای اضافه کردن فید به فایل های صوتی بپردازیم. بدین منظور به منوی ایفکتس رفته و نشانگر را بر روی گزینه امپلیتیود اند کامپریشن قرار می دهیم. با این کار منوی شامل چندین گزینه نمایان می شود. در این منو از دو گزینه فید انولوپ و گین انولوپ برای ایجاد فید ها استفاده می شود. ابتدا گزینه فید انولوپ را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای ایفکت فید انولوپ باز شده و تنظیمات را برای فید کردن صدا در اختیار شما قرار می دهد. در این میان ذکر این نکته الزامی است که چنانچه قسمتی از فایل را انتخاب نکرده باشید، افکت فید بر روی تمام فایل صوتی اعمال خواهد شد. بنابراین ما در اینجا کادر محاوره ای را بسته و با کلیک و درگ قسمت پایانی فایل صوتی را انتخاب می کنیم. مجددن کادر محاوره ای ایفکت فید انولوپ را باز می کنیم. در این کادر منوی پریسیتز را باز کنید. با استفاده از گزینه های این منو می توانید یکی از گزینه های پیش برای اعمال افکت فید را انتخاب نمایید. به عنوان مثال گزینه اسمود فید آوت را برگزینید. در این حالت خطی زرد رنگ شیوه اعمال افکت فید را مشخص می کند. بنابراین شما می توانید با کلیک و درگ خط زرد رنگ آن را به شیوه دلخواه تنظیم نمایید. دقت داشته باشید که با کلیک بر روی منحنی زرد رنگ می توانید را برای اعمال فید ایجاد نموده و با کلیک و درگ آنها منحنی را تغییر شکل دهید. با اجرای فایل صوتی مشاهده می کنید که شدت صدا به تدریج و بر اساس شکل منحنی کاهش خواهد یافت. خب، گزینه دیگری که در کادر محاوره ای ایفکت فید به بررسی آن میپردازیم اسپی لاین است. با فعال بودن این گزینه منحنی زرد به صورت یک اسپی لاین خواهد بود. این گزینه را غیر فعال کنید. همانطور که مشاهده می کنید منحنی به صورت خطی و شکسته تغییر خواهد کرد. نکته ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که با کلیک بر روی آیکون پریویو پلی اور استاپ در کادر ایفکت فید انولوپ نیز می توانید نتیجه اعمال افکت فید را بررسی کنید. علاوه بر این با کلیک بر روی آیکون تاگرز د پاور استیت می توانید افکت را فعال و یا غیر فعال کنید. خب پس از ایجاد تنظیمات دلخواه بر روی دکمه اپلای کلیک کنید. با این کار منحنی زرد رنگ پنهان شده و تغییرات بر روی فایل اعمال می شوند. در ادامه قصد داریم به بررسی گزینه گین Envelope بپردازیم. بنابراین با کلیک بر روی فایل صوتی ناحیه انتخابی را از حالت انتخاب خارج کرده و با فشردن کلیدهای ترکیبی کنترل Z تغییرات را لغو می کنیم. حال به منوی افکتس رفته و این بار از زیر منوی امپلیتیود اند Compression گزینه گین انولوپ را برگزینید. با این کار کادر محاوره ای ایفکت گین انولوپ باز می شود. از منوی پریسیتز گزینه پلاس 3 دی بی سافت بامپ را برگزینید. با انتخاب این گزینه خطی زرد رنگ از ابتدا تا انتهای فایل صوتی ترسیم می شود. با این وجود شما می توانید مشابه قبل با کلیک و درگ تغییراتی را در آن ایجاد نمایید علاوه بر این شما می توانید با کلیک و درگ قسمتی از صدا را انتخاب نمایید در این حالت تنظیمات فشرده شده و افکت تنها بر روی ناحیه انتخابی اعمال می شود در پایان پس از ایجاد تنظیمات با کلیک بر روی دکمه اپلای تغییرات بر روی فایل صوتی اعمال خواهند شد.